خب اگر اجازه بدین چون از 6 گذشته ما سر وقت برنامه رو شروع کنیم. خیلی از دوستان ملحق شدن، دوستان دیگه هم کم کم به مرور زمان احتمالا ملحق خواهند شد. من میخواستم از شما تشکر کنم برای وقتی که در اختیار ما قرار دادین و این سمینار رو برگزار میکنین. قطعا مورد نظر دوستان خواهد بود و براشون مفید هستش. من فقط قبل از اینکه شروع کنیم، با توجه به اینکه تعداد افرادی که شرکت میکنن احتمالا زیاد خواهد بود، برای اینکه اختلالی تو جلسه ایجاد نشه از دوستان میخواستم خواهش کنم که اگر سوالی دارن تو قسمت چت بنویسن، یا اینکه یه گزینه ریز هند هست زیر پارتیسیپنت، اگه رو اونو بزنین میبینین که گزینه ریز هند داره، میتونین اونو بزنین و بعد حالا هر زمان که خانم اکبری مثلا گفتن سوالات، میتونین به ترتیب به سوالات دوستان جواب بدیم، یا اینکه در انتهای برنامه. این دیگه بسته به نظر خود خانم اکبری هست که میخوان در طول صحبت‌ها به سوالات جواب بدن یا اینکه در انتها. میکروفون همه دوستان میوت هستش. هر زمان که قرار شد صحبتی بکنین باید لطف کنین میکروفونتون رو آن میوت کنین. خب در اختیار شما از خانم اکبری، ممنون. همه دوستانم امیدوارم که اسلاید خانم اکبری رو ببینن. اوکی هست؟ بفهم. با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، ممنونم از آقای کاوه عزیز و سازمان پند که این فرصت رو فراهم کردن که من در خدمتتون باشم. در واقع آقای کاوه همیشه حامی بیزنس های ایرانی بودن و هستن، واقعا همیشه ممنون زحماتشون هست. سمیناری که امروز در واقع من برنامه‌ریزی کردم براش، معرفی یک شاخص جدید به نام HPI هست که شاید خیلی از دوستان راجبش نشنیده باشن. ما معمولا توی آمار و اطلاعات راجب average price همیشه میشنویم، صحبت میکنیم، ولی یه شاخص دیگه دقیق تری به نام home price index وجود داره که امروز در واقع در خدمت هستم برای ارائهش. یه توضیح کوچیکی راجع به شرکت رویال و پج میخواستم در ابتدای صحبتم داشته باشم. شرکت رویال و پج در واقع از سال 1913 در کانادا شکل گرفته، اوریجینال کانادین هست و جای دیگه غیر از کانادا شعبه نداره. این شرکت بیش از 18,000 ایجنت در سراسر کانادا داره، بیش از 600 لوکیشن و در شهر اوتاوا صرفاً 12 شعبه فول و 9 تا ساتلایت آفیس داریم و 500 تا ایجنت تحت عنوان رویال لوپج تیم ریالتی در صرفاً اوتاوا فعالیت میکنن. تیم مدیریتی بسیار قوی داریم به طوری که در واقع مدیران ما وارد سیل نمیشن، صرفاً در واقع در اونجا حضور دارن برای اینکه ایجنت ها رو کمک بکنن در همه زمینه‌هایی که ممکنه تجربه نداشته باشن، حتی رزیدنشال، کامرشال و هر حیطه‌ای که نیازی به سوال باشه. همیشه یک مدیری در واقع با سابقه زیاد وجود داره برای کمک کردن و راهنمایی کردن و تیم مدیریتی رویال و پج در واقع به صورت سرجم 225 سال سابقه کاری رو پشت هر ایجنتی داره. در مورد خودم میخواستم بگم، من ازدواج کردم، دو تا فرزند دارم، یه دونه دانشجوی دانشگاه کارلتون رشته کامپیوتر ساینس و یه دونه دختر کوچولو هم دارم که کلاس دوم دبستان هست. تفاوتشون خیلی زیاده. فوق لیسانس مهندسی صنایع دارم از دانشگاه تهران. پایان نامه من راجع به مهندسی ارزش بود و اولین کتابی راجع به مهندسی ارزش رو در ایران چاپ کردم با همکاری شرکت اروتوف آلمان و 3 تا مقاله ملی و بین المللی راجع به مهندسی ارزش داشتم که توی کنفرانس ها مطرح شد. سابقه کاری من 8 سال مدیریت و کنترل پروژه بوده، در بانک پارسیان و شرکت سابکو کار کردم. بعد از 8 سال کار در واقع کنترل پروژه، به واسطه بیزنس فامیلی که داشتیم، 9 سال در واقع اومدم توی فیلد بیزنس که خب من از بچگی همیشه عاشق بیزنس بودم، حتی توی انتخاب رشتم هم در واقع کلاس 4 دبیرستان که بودم با
با معلم فیزیکم مشورت کردم، گفتم من خیلی به اقتصاد و بیزنس علاقه دارم، دوست دارم برم رشته اقتصاد. ایشون گفتش که من یه رشته رو بهت معرفی میکنم که مالتی دیسیپلینری هست، هم اقتصاد داره هم مهندسی، بیا برو رشته صنایع. اینجوری بود که من وارد رشته صنایع شدم و بعد از چند سال دوباره زدم توی بیزنس. و این بیزنسی که من شروع کردم خیلی به ریال استیت مربوط میشد، یعنی من طی 9 سالی که در واقع بعد از مهندسی صنایع و کنترل پروژه همش در حال خرید و فروش و بازسازی ملک بودم. اینجوری وقتی کانادا اومدم در واقع به این سمت گرایش پیدا کردم. توی فرصتی که پیدا شد توی یک ماه کرونا که یه ذره بیزنس داون شد و همه مونده بودن که در واقع چی میشه چی نمیشه، من سعی کردم یه ذره علمی تر روی رشته ریالتوری و ریال استیت فکر کردم، خوندم، مطالعه کردم و این منجر شد به اینکه یه کانال در واقع اولین کانال و بزرگترین کانال پابلیک مسکن اتاوا رو ایجاد کردم که رفتم روی نمودارا چیم چه اتفاقی میفته، چه خواهد شد، چه بر سر مسکن خواهد اومد بعد از این کرونا. این در واقع نقطه عطفی برای گرایش من به سمت آمار و اطلاعات شد. توی سمینار امروز من اول سمینارهای متداولی که راجع به افزایش پرایس وجود داره و همه به گوشتون خورده دیدین جاهای مختلف، یه چند تا از اونها رو ارائه میکنم. بعد خیلی جدیدی که میخوام براتون ارائه کنم به نام هوم پرایس ایندکس و در واقع ترندهای بازار رو با افریج پرایس و هوم پرایس ایندکس مقایسه میکنیم. یکی از در واقع بهترین و کاملترین گزارشاتی که هر ماه توسط اتاوا ریال استیت بورد در واقع ایشو میشه و همه ایجنت ها بهش دسترسی دارن و ممکنه خیلی توی خیلی از کانال ها و اطلاعات دیده باشین این در واقع آمار رو، که هفته اول هر ماه توسط اتاوا ریال استیت بورد ریلیز میشه و در مورد ماه می ما این اطلاعات رو داشتیم که میاد مقایسه میکنه نسبت به می امسال رو نسبت به می پارسال، میگه اوریج سیل پرایس، دقیقا از واژه اوریج استفاده میکنه. یعنی میاد چی کار میکنه؟ تمامی فروش های اتفاق افتاده در ماه می 2020 رو جمع میزنه، اوریج میگیره و تمامی سیل های اتفاق افتاده در ماه می 2019 رو هم اوریج میگیره و اینها رو با هم مقایسه میکنه. توی این مقایسه نشون میده که اگه ما صرفا رزیدنشال رو در نظر بگیریم 11.2% نسبت به می پارسال ما رشد داشتیم. اگر صرفا کاندومینیوم رو در نظر بگیریم 15.5% نسبت به می پارسال افزایش قیمت داشتیم. اگر year to date رو در نظر بگیریم، یعنی تصور بکنیم که ما چون ماه فوریه و مارچ یه هایک خیلی شدیدی توی بازار مسکن اتاوا داشتیم، قیمت ها به شدت در حال پیشرفت بود و اگر year to date رو در نظر بگیریم این درصد بیشتره، چون اون ماهایی که خیلی قیمت بالا بود رو هم توش میاره و وقتی مقایسه میکنه رزیدنشال میشه 13.8% و 13.8% و کاندومینیوم میشه 17.8%. این همه هم بر اساس اوریج پرایس سنجیده میشه. حالا میام ببینیم که ما توی می 2020 در واقع پراکندگی قیمت هایی که معامله روشون انجام شده چی بوده. اگر به این نمودار توجه بکنین میبینین که تقریبا میشه گفت 3/4 این پای چارت، یعنی از این قسمت نارنجی رنگ اگر شروع بکنیم، از $250,000 تا $650,000 طیف 3/4 طیف معاملات انجام شده در واقع در ماه می امسال بوده. و مسئله که اوریج پرایس داره، یعنی صرفا در نظر گرفتن متوسط قیمت برای اینکه ما ببینیم که قیمت ها رشد داشته یا کاهش داشته، خیلی بستگی به این پیدا میکنه که چه تعداد معامله تو چه رنج قیمتی اتفاق افتاده باشه. این یکی از نقاط ضعف اوریج پرایسه، به دلیل اینکه الان من بهتون نشون میدم که وقتی که ما
داشتیم به صورت هفتگی روند قیمت‌ها رو مقایسه می‌کردیم. اینم یکی از کارهایی بود که اتاوا ریل استیت بورد بعد از پاندمیک انجام داد، چون واقعا بهش میگفتن unprecedented situation، هیچ کس نمی‌دونست که چه اتفاقی می‌افته. خریدارا و فروشنده‌ها همه مونده بودن که چه اتفاقی خواهد افتاد. اتاوا ریل استیت بورد اومد آمار هفتگی رو ریلیز کرد برای اینکه کسایی که می‌خوان بفروشن، کسایی که می‌خوان بخرن، یه دستاویزی به صورت هفتگی داشته باشن و ببینن که چه اتفاقی توی بازار داره میافته. یکی از نقطه ضعفایی که اوریج پرایس داشت در هفته 19 اگر ملاحظه بکنین، ببخشید، در هفته 19 از 18 به 19 توی قسمت کاندومینیوم میبینین که یه جهش عجیبی توی قیمت اتفاق افتاده. آیا این به این معنیه که قیمت کاندو از هفته 18 به 19 به این شدت در واقع اضافه شده؟ این اوریج پرایس اینو میگه، در صورتی که واقعیت اینجور نیست. اتفاقی که در هفته 19 افتاده اینه که یه دونه، صرفاً یک دونه کاندومینیوم بالای قیمت $1,000,000 در اتاوا معامله شد و همین یک دونه معامله باعث شد که ما در هفته 19 یه هایک عجیبی توی اوریج پرایس ببینیم، در صورتی که واقعا اگر کسی بخواد ببینه که آیا توی این یه هفته کاندومینیوم قیمتش چقدر اضافه شده، واقعا اینطور نیست. فقط صرفا به دلیل اون یک معامله ما اوریج پرایس رو این شکلی میبینیم. در کل اوریج پرایس به دلیل تمرکزش روی صرفاً معدل قیمت خیلی فراز و نشیبای زیادی توش دیده میشه. یا توی این نمودار که در واقع اوریج پرایس فروش رفته توی 5 سال گذشته رو نشون میده، شما میبینی که توی ماهای مختلف چقدر در واقع نوسان توی قیمت وجود داره. در پرانتز بگم یه نکته جالب که این نمودار زرد تعداد روزهایی که طول میکشه یک خونه توی اتاوا فروش بره رو نمایش میده که ما توی ماهای اخیر تقریبا میشه گفت رکورد سالیان رو زدیم. هیچ وقت توی اتاوا همچین حالتی وجود نداشته که یک خونه میاد بلا فاصله ظرف نهایتش 2 هفته فروش بره. اینم در پرانتز که با وجود کرونا ما الان این در واقع این وضعیت رو توی مارکت اتاوا داریم. خب ما اونجا گفتیم که در واقع گفتیم که رزیدنشال 11.2% و کاندومینیوم 15% رشد داشتن. این رو به صورت اوریج کل اتاوا مد نظر گرفتیم. حالا اگر بیایم روی منطقه های مختلف زوم بکنیم، میبینیم که اوکی، پس چجور وستبرو توی می امسال به جای اینکه قیمتش بره بالا اومده پایین. همجور که میبینیم نه تنها رشد نداشته توی می امسال، بلکه منفی 1.3% هم کاهش داشته. یا بارهون توی می امسال به جای 11%، 15.1% رشد داشته. یا کناتا 16% رشد داشته. پس صرفا در نظر گرفتن اوریج پرایس بدون لوکیشن میتونه در واقع گمراه کننده باشه. دستاویز محکم و کاملی برای پیشبینی روند قیمت ها نمیتونه باشه. یا اینکه ریورساید ساف مثلا تقریبا با اوریج اتاوا تقریبا میخونه، همون هولوش 11% داشته و به طرز عجیبی کارلتون پلیس 22.4% رشد داشته. در کل اینجا گفته میشه که خدمتتون عرض بکنم این اوریج پرایس به دلیل اینکه بسیاری از فاکتورها رو مد نظر نمیگیره، منطقه رو مد نظر نمیگیره، تیپ خونه رو در نظر نمیگیره، بسیاری از فاکتورهایی که متغیرهای تاثیرگذار روی قیمت خونه هستن رو در نظر نمیگیره، نمیتونه خیلی شاخص قوی و محکمی برای پیش بینی روند رشد قیمت خونه ها باشه. اینجا من متمرکز میشم روی هوم پرایس ایندکس.
هوم پرایس ایندکس یک شاخص بسیار ریلایبل تر، دقیق تر و بروزتریه برای در نظر گرفتن تغییرات قیمت مسکن. کانسیستنسی بیشتری داره. این در واقع این هوم پرایس ایندکس رو با در نظر گرفتن اطلاعاتی که از MLS گرفته میشه، با در نظر گرفتن اطلاعاتی که از جیوگرافیک اینفورمیشن GIS گرفته میشه و یک سری فاکتورهایی که توی اوریج پرایس دیده نمیشه، اینها رو همه فاکتورهای مؤثر بر قیمت رو میاد در واقع لحاظ میکنه و بر اساس اون پیش بینی میکنه که چه اتفاقی در بازارها خواهد افتاد. این هوم پرایس ایندکس برای 18 تا میجر هاوسینگ مارکت از جمله اوتاوا تهیه شده و در دسترس ریلتورها قرار داره. متاسفانه خیلی کسی به سمتش نمیره چون احساس میکنن که یه مقدار همچین حالت آماری و اینها داره. اکثرا هر چی که میبینید گزارش اکثرا بر اساس اوریج پرایس دیده میشه. حتی من خودم یه بار توی یکی از گروه ها گزارشی گذاشتم در مورد اوریج پرایس، بعد سوالا مطرح شد که ما فکر نمی کنیم که انقدر درصد رشد باشه، آمارا همچین چیزی رو نشون نمیده. من ترجیح دادم که اون گزارش رو بردارم و دوباره اوریج بر اساس اوریج پرایس نمودار رو بذارم و تصمیمم بر این شد که اول این سمینار رو بذارم، ادوکیت بکنم، آموزش بدم که این شاخص چی هست، بعد از معرفی این شاخص آمارایی که این شاخص نشون میده رو بگذارم. توی هوم پرایس ایندکس ما انواع مدلای خونه رو لحاظ میکنیم به عنوان متغیرهای مؤثر بر قیمت. ممکنه رشد سینگل فامیلی، رشد تاون هاوس، رشد آپارتمان با هم دیگه متفاوت باشن. نمیتونیم اینا رو همه رو توی کاسته بگذاریم و نمودار رشد براشون نصب بکنیم. کاتگوری خونه ها ممکنه متفاوت باشه. در نتیجه این چیز جالبی که هوم پرایس ایندکس میاد انجام میده اینه که تایپ خونه ها رو جدا میکنه. برای هر تایپی یه روندی رو میبینیم توی هوم پرایس ایندکس. و میاد بنچمارک انجام میده، یعنی میگه که بر اساس یک سری متغیرهای کوانتیتیتیو و کوالیتیتیو. متغیرهای کوانتیتیتیو چی میتونن باشن؟ مثلا تعداد اتاق، مقدار اسکوئر فوت خونه، اینا میتونن کوانتیتیتیو باشن، یعنی عددی هستن، مقداری هستن و قابل لمسن. یه سری فاکتورها چجوری هم کوالیتیتیو هستن، حالت کیفی دارن، مثلا اینکه بیسمنت فینیش هست یا نه. این شاخص ها رو هم مد نظر قرار میگیره. دو تیف شاخص رو مد نظر قرار میگیره. بعد توی جمع وری دیتا میاد دیتا هایی رو که زیادی پرت هستن، در واقع میاد جامعه رو نرمال میکنه و قربالگری میکنه روی داده ها. داده هایی که خیلی پرتن، خیلی خیلی از اوریج دورن یا خیلی خیلی یا خیلی خیلی بالا هم یا خیلی خیلی پایین هستن رو حذف میکنه. مثل اون مثالی که زدم خدمتون در مورد اون یک دونه کاندومینیومی که بالای $1,000,000 فروش رفته بود و باعث شده بود که یه دفعه اوریج پرایس توی یک هفته به طرز عجیبی تغییر بکنه، میاد اون داده هایی که خیلی پراکندن رو حذف میکنه. 2.5% خیلی خیلی پایین و 2.5% خیلی خیلی بالا را حذف میکنه و این غربالگری داده باعث میشه که این داده هایی که میخواد بره سراغشون داده های با کیفیتی باشن. ولی اگه دوستانی که رشته هاشون آمار باشه و با آمار در ارتباط باشن اینو خیلی خیلی خوب لمس میکنن که این غربالگری داده قبل از در واقع ریلای کردن روی داده خیلی مورد اهمیت هست. بعد میاد چه کار میکنه؟ میاد در واقع یک آنالیز رگرسیون مالتی وریشنی روی این انجام میده. یعنی میگه من متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکنم خیلی زیاده. چیا هست؟ تعداد اتاق میتونه باشه، تعداد همون دستشویی میتونه باشه، چند تا فول داره، چند تا نیم داره، اسکوئر فوتی که در واقع توی خونه لیوینگ ایریایی که خونه وجود داره میتونه باشه، آیا فایرپلیس خونه داره یا نداره میتونه مؤثر باشه، لات سایز میتونه با هم مؤثر باشه، تعداد پارکینگ میتونه مؤثر باشه،
عمر خونه میتونه موثر باشه، یا نحوه گرمایش خونه میتونه موثر باشه، مثلا گرمایشش آیا فورست ایر یا بیس بورده، فونداسیون خونه میتونه مهم باشه، کانکریت یا بلاک، خدمت عرض کنم سایدینگش چجوریه، کف خونه چیه، آیا پراپرتی نزدیک واتر فرانت هست یا نه، آیا دیده مثلا بک این تو راوین هست یا نه، یا اینکه آیا این خونه نوعه یا قبلا فروش در واقع ریسیل قبلا فروخته شده، چند دست گشته این خونه، آیا نزدیک به شاپینگ سنتره، آیا نزدیک به مدرسه است، نزدیک به هسپیتاله و در واقع نزدیک به ترانسپورتیشن راحت عبور و مرور یا خیر. اینا تماما فاکتورهایی هستن که میتونن در قیمت خونه موثر باشن. این HBI میاد با روش رگرسیون و این رو آنالیز میکنه و یک دیتابیسی رو ایجاد میکنه که ما با دسترسی به اون دیتابیس میتونیم خیلی خیلی دقیق مشخص بکنیم که روند قیمت ها به چه صورت بوده طی سالیان مختلف. یک نمونه در از این آماری که بر اساس روش HPI من اخذ کردم اگر بخوام بهتون نشون بدم، من اومدم ایریام رو اتاوا انتخاب کردم، نوع پراپرتیم رو سینگل فامیلی انتخاب کردم و میخوام ببینم که توی 2 سال اخیر کدوم مناطق اتاوا بیشترین رشد رو داشتن. این دیگه شاخصیه که من خیلی خیلی بیشتر میتونم روش در واقع اعتماد بکنم و روش حساب بکنم، چون تمام فاکتورهای موثری رو که گفتم خدمتتون اومده توی این لحاظ کرده به روش رگرسیون. وقتی از این روش میریم میبینیم که توی 2 سال اخیر محدوده به نام کارلتون پلیس که اگر روی نقشه بخوایم ببینیم، البته روی نقشه نمیتونیم ببینیم چون خیلی 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 غرب اتاوا هست، انتهای هایوی 417 اگر به سمت غرب بریم بعد میافتیم تو هایوی 7 منطقه به نام کارلتون پلیس که به طرز عجیبی توی 2 سال اخیر رشد کرد. شاید یکی از دلایلش دسترسی به هایوی که هم به 7 دسترسی داره و هم به 17 دسترسی داره، یکی از دلایل رشد بی‌نظیر این در واقع منطقه باشه. ولی خب خیلی ها که توی اتاوا زندگی میکنن، توی اتاوا کار میکنن، شاید اصلا کارلتون پلیس رو جز اتاوا نشناسن، چون ما اتاوا رو از سمت شرق از اورلینز میشناسیم، بعد سنتر اتاوا میشناسیم، بعد بارهدن میشناسیم و کناتا نهایتا استیسفیل. ما این محدوده رو به عنوان اتاوا میشناسیم. اگر کارلتون پلیس رو که خب خیلی خیلی روراله بذاریم کنار، بعد از کارلتون پلیس ما در رتبه دوم نپیان و کناتا رو داریم. نپیان کجا میشه؟ نپیان این منطقه ای میشه که همه 7 هستن، 70, 71, 72, 73, 74, 5 این محدوده نپیان هست به علاوه بارهدن و کناتا. این منطقه بعد از کارلتون پلیس بیشترین رشد رو از نظر قیمتی داشته، در واقع توی 2 سال اخیر 26% رشد نشون میده. حالا دوباره من اومدم تو مرحله بعدی، اومدم گفتم اوکی، من نپیان و کناتا رو به عنوان ایریا گروپ هم انتخاب میکنم، حالا تو خود نپیان و کناتا کدوم منطقه باعث رشد این شاخص برای این منطقه بیشتر از همه شده؟ توی این منطقه در واقع 28.6% در صدر قرار میگیره که بارهون هست، در واقع منطقه جنوب غربی اتاوا که در 2 سال اخیر 28.6% رشد نشون داده. باز میتونیم خیلی جالب بیایم حتی روی بارهون زوم بکنیم، بگیم اوکی توی بارهون کدوم منطقه از همه بیشتر رشد کرده. توی بارهون وقتی میریم اعداد میزان رشد تقریبا نجومی میشه، باز هلوهاش 30% رشد نشون میده. و کدوم منطقه بیشتر از همه رشد داشته؟ منطقه 7.6 که لانگ فیلز هست، تقریبا این منطقه در واقع محل سکونت ما یه جورایی جز بیشترین رشد ها رو توی
دو سال اخیر داشته. این خیلی خیلی جالب در واقع وقتی که مشتری مثلا خیلی ها سوال میکنن که مثلا ما دوست داریم منطقه‌ای بخریم که هم جای خوبی باشه هم رشد خیلی خوبی داشته باشه. وقتی ما به این دیتابیس دسترسی داریم خیلی قشنگ و راحت میتونیم مشتری رو راهنمایی بکنیم که در واقع تو دو سال اخیر چه اتفاقی افتاده و کجا بیشتر از همه رشد داشته، یا حتی ما میتونیم اون تایم فریم رو تغییر بدیم. میتونیم بگیم توی 6 ماه اخیر کجا بیشتر رشد داشته، توی 15 سال اخیر کجا رشد داشته. این در واقع ابزار قدرتمندیه که در دست ما هست و این به برکت HPI ما به این دسترسی داریم، ولی خب خیلی ها اصلا نمیشناسنش و از این دیتابیس استفاده نمی کنن. سوالی تا اینجا نیست آقای کاوه؟ من نمیبینم کسی دست بلند کرده باشه. سوالی هم دوستان ننوشتن. بسیار خوب، ممنونم. خدمتتون عرض کنم که بله، ما تا اینجا اومدیم گفتیم که توی بار هیون رو ما توی دو سال اخیر زوم کردیم و گفتم که حتی این قابلیت وجود داره که ما تایم فریممون رو هم عوض بکنیم و ببینیم که توی 12 ماه اخیر در واقع کجا از همه بیشتر رشد داشته، که باز توی 12 ماه اخیر هم میشه گفتش که منطقه لانگ فیلدز و منطقه استون بریج توی بار هیون از همه بیشتر رشد داشتن. ما اومدیم روی اولین منطقه که بعد از کارلتون پلیس اولین منطقه که بیشترین رشد رو داشت، خدمتون گفتم که بار هیون بود و کناتا. بعد از اون ما منطقه اورلینز رو در سمت شرق اتاوا داریم که رشد خیلی خوبی داشته، که در واقع توی محدوده اورلینز هم اگر در نظر بگیریم محدوده های شرق اورلینز که در واقع شامل کامبرلند میشه 28.4 در واقع رشد رو نشون میده. من اینجا اومدم از یک قابلیت دیگه این سیستم استفاده کردم، گفتم که من میخوام ببینم که از ژانویه 2005 تا به حال چه تغییراتی توی بازار مسکن اتفاق افتاده و اینجوری مقایسه بکنم که چه مناطقی بیشترین رشد رو داشتن. اومدم نپیان و کناتا رو از نظر سینگل فامیلی با اورلینز و کامبرلند که در واقع یه جورای رقیب به هم دیگه هستن مقایسه کردم و این نمودار در اومد. HPI در نظر میگیره که در اون تایملاین اولیه که شروع نمودار ما هست، فرض میکنیم ژانویه 2005 رو عدد 100 در نظر میگیره و رشد بقیه رو بر اساس اون میبینیم که الان هلوهش 220 ببینم نشون میده که توی 15 سال اخیر از ژانویه 2005 تا می امسال این دوتا منطقه چجوری رشد کردن. منطقه اورلینز تقریبا میشه گفت بین 200 تا 220، یعنی 210% رشد داشته توی 15 سال اخیر، و منطقه نپیان و کناتا که منطقه غرب اتاوا میشن هلوهوش 230 نمیشه گفت، ولی بگیم 225-227% درصد رشد داشتن. یعنی به این دیتیل قشنگ ما میتونیم منطقه های مختلف رو برای مشتری مقایسه بکنیم و بهش در واقع اطلاعات بدیم که بتونه برای خرید و فروش ملکش در واقع به راحتی تصمیم گیری بکنه. این شاخص HPI بود که من خدمتون گفتم که همه چیز رو بر اساس یک حالت درصدی بیان میکنم. در مورد بنچمارک هم میخواستم یه توضیح کوتاهی بدم. بنچمارک چی کار میکنه؟ بنچمارک میاد در نظر میگیره که یک خونه، الان من یه برای آپارتمان آوردم که شما ببینید. من این رو بتونم صفحه رو
در مورد آپارتمان من بنچمارکش رو بردم از سال از ژانویه سال 2005 تا می 2020 که میخوام ببینم که در خصوص آپارتمان چه اتفاقی افتاده توی این دو تا منطقه. بنچمارک میاد یک عددی رو حدوداً در نظر میگیره که یک آپارتمان دو خوابه با مثلا یک حموم دستشویی در سال ژانویه 2005 در منطقه نپیان و کناتا چه مبلغی بوده و همون آپارتمان با همون فیچرها در منطقه اورلینز چه قیمتی بوده. مثلا اینجا الان در نظر گرفته که در سال 2005 یک آپارتمان دو خوابه در منطقه اورلینز شاید هول و هوش مثلا 70,000 دلار قیمتش بوده و در منطقه نپیان و کناتا 150,000 دلار قیمتش بوده و الان بعد از 15 سال قیمتش توی در واقع نپیان و کناتا نزدیک به 300,000 دلار شده و در منطقه اورلینز هول و هوش 240,000 تا. بنچمارک خوبیش اینه که در واقع از همون HPI استفاده میکنه، منتها عدد رو به ما میده، میره از داده ها استفاده میکنه، میبینی که مثلا توی اون سال چقدر بوده و الان چقدره و یک ابزاری هم برای ما به دست ما میده که ما میتونیم بر اساس قیمت های فروش سالهای گذشته پیش بینی بکنیم که اگر همین روند سالها اتفاق میفته در واقع الان چقدر هست قیمت میخونه. این در واقع یک معرفی اجمالی از روش HPI و بنچمارک بود که در واقع انجام دادم، امیدوارم که براتون مفید باشه. اگر هر یک از دوستان سوالی در این خصوص دارن میتونن بپرسن. من ببخشید قبل از اینکه دوستان سوال کنن، دو تا سوال توی قسمت چت مطرح شده. یکی از دوستان گفتن که آیا دسترسی به این دیتابیس برای عموم مردم هست یا فقط مختص ریال استیت ایجنت ها هست. یکی دیگر از دوستانم پرسیدن که منظور از سینگل فامیلی چیه. بله این مخصوص ریلتور ها هست، یعنی حداقل ما از توی سیستممون وارد میشیم. حقیقتش من بدون یوزر پسورد خودم هیچ وقت تست نکردم، ولی میتونم چک بکنم ببینم آیا که افراد دیگه هم میتونم بهش دسترسی داشته باشن یا نه. اینو من میتونم چک بکنم و اگر دوستمون ایمیلشون رو یا آیدی تلگرامشون رو داشته باشن من میتونم جوابشون رو بدم. برای سینگل فامیلی هم اگر کوتاه براشون توضیح بدین، یه بعد خیلی از دوستان دست بلند کردن که سوال. بله. یکی از در واقع فیچرهای مهمی که HPI مد نظر میگیره تیپ خونه های مختلفه. من خوبه که الان یه توضیح هم راجع به انواع خونه ها بدم. سینگل فامیلی در واقع توی این روش HPI خونه های رو در نظر گرفته که سه تا خواب طبقه بالای زمین در واقع above ground داشته باشن و از هیچ طرفی به خونه مجاور نچسبیده باشن. یعنی سینگل فامیلی در واقع مالکیت لات متعلق به صاحب اون ملک هست و در واقع اون لات با کس دیگری شیرد نیست. این رو بهش میگن سینگل فامیلی. یه تیپ خونه های دیگه داریم که در واقع سمی دیتچد هست، یعنی دو تا خونه مالک یک زمین هستن که در واقع از یک طرف به همین خونه ها وصل هستن. مثل اینکه یک خونه سینگل فامیلی رو از وسط نصف کنیم میشه سمی دیتچد. نوع دیگه ای از خونه ها خونه هایی هستن که 4 تا 5 تا یا 6 تا به هم متصل هستن که بهشون میگیم رو یونیت یا تاون هاوس، که این تاون هاوس ها اگر که در واقع اون خونه وسط خونه های دیگه قرار گرفته باشه میشه میدل یونیت، اگر خونه در دو سر این طیف واقع شده باشه میشه اند یونیت، که باز خونه اند یونیت از خونه میدل یونیت ارزش دلاری بیشتری داره. بعد دیگه میریم سراغ انواع خدمتتون هستم. تاون هاوس ها هم باز انواع مختلف دارن که کاندومینیوم فی داشته باشن یا نداشته باشن یا فری هولد باشن. اگر که این تاون هاوس ها کاندو فی نداشته باشن، یعنی کورپوریشنی نداشته باشن که این محیط رو مدیریت بکنه و هر فردی مسئول
در واقع مدیریت فضای موجود خودش باشه، هر فردی مسئول زدن چمن خونه خودش باشه، مسئول برفروبی خونه خودش باشه، مسئول خرابی پنجره ها و سقف خودش باشه، این تاون هاوس به اسم تاون هاوس فری هولد نامیده میشه. اگر تاون هاوس مدیریت داشته باشه و در واقع اون مدیریت یک کاندوفی ماهیانه دریافت میکنه و اون کاندوفی رو صرف تعمیرات سقف، تعمیرات پنجره، برفروبی و چمنزنی میشه. این جور تاون هاوس ها بهشون میگن تاون هاوسی که تیپ کاندومینیوم هست. بعد دیگه باز طیف های مختلف داریم، انواع آپارتمان های مختلف داریم، های رایز های مختلف داریم، ولی این چیزی که من خدمتون گفتم مربوط به خونه های تیپ تاون هاوس و سمی دیتچ و سینگل فامیلی. بسیار عالی. سه تا از دوستان دست بلند کردن، من ببخشید به ترتیبی که فقط دیدم اسم میبرم. امیر جان، آقای شاهرودی اگر لطف کنید شما سوالتون رو مطرح کنید. بله، اولا سلام عرض میکنم، خیلی ممنون. خوب هستید شما؟ متشکرم، مرسی، خیلی ممنون، خیلی لذت. خواهش میکنم بعدم هم بیتار. خیلی ممنون از پریزنتیشنتون. فقط یه چیزی میخواستم اضافه کنم، این ایندکسی که شما فرمودید، بله واقعا ایندکس خیلی خوبیه و من خیلی خوشحال شدم که شما راجع به این موضوع صحبت کردین، چون واقعا خیلی مقفول مونده، همه با اوریج پرایس کار میکنن. فقط یه کامنت میخواستم بدم، در دسترس هستش، اگر دوستان بخوان رو سایت CREA میتونن خودشون هم برداشت بکنن و تا میشه دانلود کرد، فایل زیپش هم گذاشتن اخیراً که میشه دانلود کرد، اکسلش میاد و میتونن دوستان استفاده کنن. البته اگر با متخصصی مثل شما این چون دیتا رو نشون میده، ولی آنالیزش با یک کسی مثل شما باشه، خب طبیعتاً مفهوم این گراف ها قابل فهم تره. سیاره، من میتونم یه زحمت به شما بدم الان که شما اینو گفتین، امکانش هست لینکش رو تو قسمت چت برای همه بذارین که دوستان بتونن دسترسی داشته باشن، همین CREA که گفتین؟ اگر نظر شما اشکالی نداره باشه. نه خواهش می‌کنم، بذارین. خیلی متشکرم، متشکرم. نفر بعد، من اسم یوزرشون الرب هست، ALRAB. علیرضا ببخش بفهم. اولا که تشکر بابت اطلاعاتی دادین، ممنون، خیلی چیز یاد گرفتیم. من فقط دو تا سوال داشتم. سوال اولم این که من هنوز یه ذره متوجه نشدم این غربالگریه، خب دیتا رو یه ذره دستکاری میکنه به صورت غیر مستقیم، چون یه وقتی شما خطا دارین بعد غربالگری انجام میدین اون ایندکس به دست میاد. من درست متوجه نشدم، چون بالاخره اون یه داده حقیقیه، اونی هم که 1 میلیون دلار فروخته، خب 1 میلیون دلار ارزشش بوده و فروش رفته، چون داده است. این سوال اولم بود که حالا این بحث پوش گشت. دوام این که چجوری از این ایندکس ما میتونیم بفهمیم که حالا به زبان ساده خودمون یه خونه میارزه؟ مثلا بالاخره یه خونه‌ای که یه منطقه بهتر با رشد کمتریه، ممکنه ایندکسش کمتر از یه خونه‌ای باشه که توی محله دورتر ولی رشد بیشتری داشته، با توجه به چیزایی که فرمودید. من خواستم ببینم با این ایندکس آیا میشه تشخیص داد که آیا این خونه‌ای که من دارم میبینم با این تفاصیلی که هست، با همین نکاتی که فرمودید، با این ویژگی‌ها، آیا با اون قیمتش میخونه یا نمیخونه؟ آیا از ایندکس میشه برای اصلا این موضوع استفاده کرد یا نه؟ بله، میتونه خیلی بهتون کمک بکنه. حداقل اینه که شما میتونید متوجه بشید که این در واقع این خونه، خب خیلی مهمه که شما در واقع برید به سمت استفاده درست از این دیتابیس. یکی این که اون فیچرهایی که خونه‌ای که مد نظرتونه رو دقیقاً پیدا بکنید، مثلا تعداد خوابش و محیطش و همه این فیچرها رو اگر درست انتخاب بکنید، این شاخص میتونه کمک کننده باشه. بله واقعا میتونه کمک کننده باشه. بعد اون غربالگری هم یه توضیح مجدد میدید؟ غربالگری رو که فرمودین، بله، این داده های بسیار بسیار پرت رو کنار میذاره ها، یعنی توی بیان ببینم که زیر 2.5% و بالای 97.5% رو کنار میذاره، به خاطر اینکه درست اتفاق افتاده، ولی وقتی که نشون میده توی average price که مثلا قیمت کاندو توی یک هفته 100 هزار دلار رفته بالا، واقعا در واقع داده ها اوریب میشه، واقعا اون داده قابل استناد برای
90 و الان ما 5.5% رو بذاریم کنار چقدر میشه؟ برای 99% داده ها اون اشتباهه، فقط برای یک طیف 95% داده ها اشتباه میشه. برای 95% صدق میکنه، برای 5% صدق نمیکنه. به نظر من یکی از نقطه های قوت این روش این غربالگری است که درسته اون دیل اتفاق افتاده، ولی نباید روی 95% از دیل ها تأثیر بگذاره و مثلا ما فکر بکنیم که کاندومینیوم انقدر گرون شد بودیم بریم توی اتاوا کاندو بخریم، در صورتی که واقعا این داده درست نیست، فقط یک مورد بوده که انقدر فروش رفته. اوکی ممنون، زنده باشه. خانم حمیده شما سوالتون بفهم، میکروفونتون رو باید باز کنید. تشکر میکنم از شما، خسته نباشید، خیلی استفاده کردم از توضیحاتتون. من از مونترال وصل شدم برای پرزنتتون، میخواستم بدونم که این شاخص HBI آیا برای شهر مونترال هم تهیه شده؟ یعنی بله دقیقا، من دیگه به دیتیل اسم اون 18 شهر رو نیاوردم، اون 18 شهر یکیشون مونترال هست، تورنتو هست، ونکوور هست، کلگری هست، بله برای 18 تا مارکت این HBI وجود داره و مونترال هم جزوشون هست. بله. بعد شما خودتونم تحلیل میکنید برای مونترال و یعنی این امکان داره؟ یا مسئله که ما داریم اینه که کسایی که توی اونتاریو فعالیت میکنن به داده های در واقع استان کبک دسترسی ندارن، ولی در مورد صرفاً HBI من میتونم کمکتون بکنم. ممنونم، متشکرم. آقای قربانی هومن جان شما هم سوالتون رو بفرمایید. خیلی ممنون از ارائه‌تون. خواهش می‌کنم. من دو سه تا سوال داشتم. سوال اولی اینکه این نوع خونه‌هایی که فرمودین شما که سینگل فامیلی هست و میره بعد مدل‌های مختلف داره. فکر می‌کنید که من حالا می‌دونم که سینگل فامیلی قیمتش بیشتر میاد روش به خاطر شرایطی که داره. حالا اگه اشتباه می‌کنم بفرمایید و اگر درسته حالا بعدیاشون چه جوری هم به ترتیبی که کدوم‌ها بیشتر می‌ذاره روشون. الان خدمتون بگم داستانی که اتفاق افتاد، ما پارسال کاندومینیوم خیلی خیلی رشد کرد توی اتاوا، یعنی برخلاف اون چیزی که الان میفرمایید که سالیان سال سینگل فامیلی خیلی رشد داشت، توی سال اخیر رشد زیادی روی کاندومینیوم داشتیم. یه دلیل هم داره این قضیه، ما توی از سال 2016 که این حرکت عجیب قیمت ها توی اتاوا اتفاق افتاد، یعنی با شیب بسیار بالا رونده و سریع یه قیمت ها بالا رفت، قدرت خرید مردم اومد پایین. وقتی قدرت خرید مردم اومد پایین، مردم دیگه نمیتونستن تاون هاوس رو افورد بکنن، چون تاون هاوس دیگه الان شاید یه زمانی مثلا سال 2017 شما با 320 میتونستی تاون هاوس بخرید، ولی الان توی سال 2020 شما یه دونه کاندومینیوم بخوای بخری باید هولوش 360 70 80 توی بارهون قیمتشه. در نتیجه به خاطر اینکه مردم قدرت خریدشون اومد پایین، یه دفعه خونه هایی که قیمتش پایین بود کشید بالا و توی این مسیر کاندومینیوم بسیار بسیار رشد داشت. یه نمونه کوچیک شما خدمتتون بگم، یک کاندومینیوم 250,000 دلاری رو که من پارسال برای مشتریم روبروی والمارت بارهون خریداری کردم، امسال 370,000 تا خریدار داره، یعنی 120,000 دلار روی یک خونه 250,000 دلاری، یعنی حدود 50% رشد توی یک سال، بسیار عجیب بود. ولی در کل اگر طی سالیان در نظر بگیریم، صرفا این اتفاقی که دو سه سال اخیر اتفاق افتاده رو در نظر نگیریم، سینگل فامیلی رشد خیلی خوبی داشته. یه نکته دیگه هم بعد از یعنی این که میگه هوم پرایس ایندکس تایملیه، یعنی به روزه و دقیقه، یه نکته دیگر رو اینجا میخوام اشاره بکنم بهش. الان اتفاقی که افتاد بر اثر کرونا و مردم
مجبور بودن که چند ماه توی خونه پدر، مادر، فرزندان زندگی بکنن، از توی خونه کار بکنن، تفریحاتشون توی خونه باشه، بسیاری از افراد به این فکر افتادن. من خیلی ها با هم تماس میگیرم میگن که ما دیگه به این فکر افتادیم که از یه کاندومینیوم وسط شهر بیایم اطراف شهر ببینیم میتونیم یه تاون هاوس بخریم یا نه. دوست دارن که یه فضای بیشتری داشته باشن، حتی اگر شده خیلی کوچیک یه حیات پرایویتی داشته باشن، برای عبور و مرور داخل خونهشون با کسی در تماس نباشن، یه آفیسی داشته باشن که بتونن اگه میخوان سمیناری پروژه‌ای داشته باشن توی آفیس خودشون باشن، بچه‌ها نیان پشت سرشون رد بشن. خیلی جالبه که بر اساس زمان، این فاکتور زمان میتونه موثر باشه. الان پیش بینی میشه که بیشتر مردم دوست دارن تاون هاوس های افوردبل، ارزون ترین تاون هاوس ها رو الان خریداری بکنن که بیشترین رشد خواهد داشت. خیلی ممنون. بسیار عالی. فقط من یه سوال دیگه هم دارم. فکر میکنید که برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت مثلا چند ساله، چون حالا من این نمودارهایی که شما گذاشتید میدیدم، بعضی جاها یعنی قبل از 2016 قیمت ها تقریبا ثابت خیلی هم بودن، بعد 2016 یهو جهش داشته، درسته؟ فکر میکنید که حالا یه کسی بخواد برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کنه، فکر میکنی بازار مسکن خوبه یا بازار سهام، اگر اطلاعاتشو داری؟ بازار سهام و من اطلاعاتش رو خیلی خیلی دورا دور دارم، که در واقع خیلی هم خودم یه موقعهایی وسوسه میشم که بیشتر روش مطالعه کنم. حتی توی این یک ماهی که یه ذره آزادتر بودم یه مقدار اطلاعات راجبش گرفتم. من خودم شخصا همیشه توی زندگیم توی ملک سرمایه گذاری کردم و خواهم کرد، به دلیل اینکه اون بازار رو خیلی خوب نمیشناسم، خیلی توش اکسپرت نیستم، ولی این بازار رو میشناسم. حتی قبل از اینکه ریلتور بشم، من همیشه توی مسیر زندگیم همیشه سرمایه گذاریم اکثرا یا طلا بوده یا ملک بوده. نه. اگه از من بپرسین، من میگم سند زیر سرتونه. و اون چیزی که از بچگی من شنیده بودم، خدا رحمت کنه همه امواتو، پدر بزرگ من میگفتش که ملک میگه تو منو نگه دار، من تو رو نگهت میدارم. این چیزی بود دیگه از بچگی تو ذهن ما بوده که در واقع یه جورایی سندش دست خودته و اگر بلند مدت بهش نگاه بکنی مطمئنا سودآوره. ولی توی کوتاه مدت واقعا من در اون در واقع صلاحیتی نیستم که بتونم بین بازار سهام و ملک بهتون کامنت بدم. خیلی ممنون. تشکر میکنم. خانم مونا شما هم سوالتون بفهم. بله خیلی ممنونم. سلام میکنم خدمت همه و متشکرم اکبری که این سمینار بسیار پروفشنال رو باید بگم ارائه دادن. ممنون ازتون. من سوالی که از حضورتون داشتم، البته دو سه تا سوال دارم از حضورتون. یکی در مورد همین اصطلاح اینوستمنت شورت ترم که آقای قبلی سوال فرمودن، اگر بخواید شورت ترم اینوستمنت داشته باشیم توی ریل استیت و قول معروف اینوستمنت پراپرتی داشته باشیم، آیا شما توصیه میکنید؟ و اگه توصیه میکنید، البته ضمنی جواب دارید به سوال قبلی، ولی سوال من اختصاصا اینه که کدوم منطقه رو توصیه میکنید برای شورت تایم اینوستمنت و آیا به اصطلاح رنتال پراپرتی فکر میکنید که ارزش داره کاندو مثلا شورت ترم آدم اینوست کنه یا اینکه نه؟ یک چیز کلی که در مورد سرمایه گذاری توی ملک گفته میشه اینه که اگر میخواید زیر 5 سال توی ملک سرمایه گذاری بکنید، خیلی به عنوان سوددهی بهش نگاه نکنید. ولی استثناهایی هم اتفاق میفته که یک مشتری داشتم من توی ماه نوامبر یا دسامبر 2019 براشون خرید کردم، ظرف 4 ماه براشون فروختم و سود بسیار خوبی، حتی در واقع با دادن کمیسیون ایجنت سود بسیار خوبی داشت. منتها شرایط به این ترتیب بود که ما روی هایی که فوریه و مارچ سوار شدیم،
و یک سرمایه گذاری خیلی خوب براشون اتفاق افتاد. ولی واقعا نمیتونم تضمین بکنم که الان توی این شرایط همچین چیزی تکرار شونده باشه توی کوتاه مدت. من در واقع توصیه‌ام اینه که برای سرمایه گذاری روی ملک حداقل بازی 3 تا 5 ساله رو در نظر داشته باشیم که زود بخواییم بفروشیم، به خاطر اینکه فروختن ملک توی، حالا هر کسی ممکنه بتونه ملکشو شخصی هم بذاره، لیست بکنه توی فیسبوک یا KGG بفروشه، ولی اگر پروفیشنالی بخواییم روی ملکتون کار بکنیم و پروفیشنالی بخواییم بفروشیم، فروشنده باید 5% کمیسیونه، حالا 5 یا 4% کمیسیون دو طرف دو سر طیف معامله رو بده. برخلاف ایران، توی کانادا وقتی کسی ملک معامله میکنه، توی ایران میان کمیسیون طرفین رو تقسیم میکنن، میگن نصفش رو فروشنده بده نصفش رو خریدار. ولی توی کانادا وقتی شما خرید میکنید هیچ کمیسیونی پرداخت نمیکنید، ولی وقتی که میفروشید باید کمیسیون دو سر رو پرداخت بکنید. یعنی شما باید 4 الی 5% قیمت خونتون رو بذارید برای ترانزکشنتون. در نتیجه باید خیلی سود خوبی باشه که در واقع جوابگوی این هزینه های شما باشه. به خاطر همین من زیر 3 الی 5 سال خیلی توصیه نمی کنم سرمایه گذاری توی ملک. در مورد رنتال هم که فرمودین، منظورتون بود که اگر بخواین یه آپارتمانی بخریم و اجارش بدیم به چه صورتیه؟ بله، اگر که بخواید بخرید اجاره بدید ظرف کوتاه مدت، آیا شما توصیه میکنید؟ آیا اصلا اجاره کوتاه مدت میتونم بپرسم منظورتون از کوتاه مدت یعنی چه مدتی؟ مثلا همین 3 سال که شما فرمودید، و آیا اصلا اجاره، بازار اجاره جوری هست که مثلا فایده ای داشته باشه این کار توی اتاوا؟ یه نکته خوبی رو که این سوالتون خیلی خوبه از این بابت که بعضی از دوستان هستن از تورنتو مثلا تماس میگیرن، اومدم یه مقایسه بین تورنتو و اتاوا براشون انجام دادم. تقریبا میشه گفت اجاره خونه توی اتاوا به نسبت قیمتی که هزینه که برای خونه میکنید خیلی خوبه، یعنی خیلی این اجاره پرایسیه، خیلی جذاب میکنه این سرمایه گذاری، به دلیل اینکه مثلا توی تورنتو اگه شما بخواید یه دونه تاون هاوس بخرین شاید باید 800 هزار دلار بدین، ولی توی اتاوا بخواین تاون هاوس بخرین شاید بتونین 450 هزار دلار بدین. ولی اجاره‌ای که میگیرید در اتاوا با تورنتو خیلی متفاوت نیست، یعنی اجاره‌ای که در اتاوا میگیرید خیلی جذابه که هم جوابگوی مورگیجتونه و پراپرتی تکستونه، و همین که وقتی که شما دارید ماهانه اجاره در واقع اجاره میگیرید و میدید بابت قسطتون، حداقل در ماه دارید حدود 50% از لون اصلیتون رو پیاف میکنید. تو ماهای اول بیشترین سود و شما روی بیشترین مبلغی از وامتون رو که پرداخت میکنید میره بابت سود، بالای 50% توی سالهای اول. فرض میکنیم که شما 1000 دلار داری قسط پرداخت میکنی، از این 1000 دلار شاید 550 دلارش بابت سود میره، 450 دلارش بابت مستهلک کردن وامتون میره. جذابیت اتاوا اینه که شما در واقع پراپرتی رو که میخرید میتونید با اجارهی که میگیرید میتونید قسطتون رو پرداخت بکنید، و در این حال وامتون هم داره مستهلک میشه، مبلغ وامتون هم نسبت به شهرهای بزرگ دیگه کمه. در نتیجه این سرمایه گذاری رو توی اتاوا جذاب کرد، و بعد از اینکه اون 15% تکس در واقع فارن بایرها رو برای ونکوور و تورنتو گذاشتن، بسیاری از سرمایه گذارها اومدن به سمت اتاوا که این 15% رو نمیدن، و جذابیت سرمایه گذاری هم براشون زیاد بود. حالا اینکه در واقع امسال با توجه به کووید ممکنه یه مقدار بازار اجاره، که خب یه مقدار من توی کانالم گذاشته بودم که تقریبا به صورت متوسط 100 دلار اجاره ها اومد پایین، البته خب 100 دلار خیلی خیلی معادله رو عوض نمی کنه، ولی در واقع
ممکنه یه مقداری تعداد خونه هایی که موجوده برای اجاره بالا بره و یه مقدار برای پیدا کردن مستاجر خوب باید صبور بود. یعنی مثل پارسال نیستش که یه مورد اجاره میومد مثل برق. یعنی ما پارسال توی بارهزه حتی موارد اجارمون هم مالتی آفر بود، شاید باورتون نشه، برای یه مورد اجاره باید 5 نفر 6 نفر آفر میذاشتن که بخوام یه دونه تاون هاوس 2000 دلاری رو اجاره بکنن و گاهن پیش میمد مجبور بودی 100 دلار هم بیشتر بدی. یعنی خونه 1900 دلار بود، ما بعد میگفتیم 2000 دلار میدیم از بین 5 نفر مشتری منو برای اجاره انتخاب بکن. الان در حال حاضر اون داستانو نداریم و یک کوچولو نسبت به پارسال باید صبورتر بود برای پیدا کردن مستاجر خوب، ولی هنوز هم در واقع بازار اجاره خوبه. یه کوچولو افت پیدا کرده ولی فعلا خوبه. بله، ببخشید، چه تیپ خونه بیشتر یعنی در واقع راحت تر اجاره میره و متقاضی برای اجاره چطوره توی اتاوا؟ تاون هاوس خیلی خوب اجاره میره الان، مخصوصا بعد از کووید. یعنی منظورتون همون رو یونیت هایی بود که فرمودید؟ بله بله بله، که رنج قیمتیشون بین 450 تا 550. آها، من فکر میکردم در مورد آپارتمان، یعنی در واقع آپارتمان بیشتر متقاضی داره، پس اینطور نیست. آپارتمان هم متقاضی خیلی خوبی داره، منتها من بر اساس تجربه خودم تعداد زنگایی که بهم میخوره و اون داستانی که گفتم که خیلی ها دوست دارن که در واقع یه محیط پرایوت تر، یک کوچولو بزرگتر، حتی سابرب داشته باشن، تجربه من نمیگه. بعد ولی در این حال برای آپارتمان هم مشتری خاصش وجود داره. اوریج پرایس خونه هایی که به اصطلاح همون رو یونیت هستن با کاندو چقدر تفاوت داره خانم اکبری توی اتاوا؟ اوریج پرایس تاون هاوس، الان ما تاون هاوس از هولوهوش 450 داریم تا 550 بر اساس اینکه تعداد اتاقش چقدر باشه، فلور اریاش چقدر باشه، اند یونیت باشه یا میدل یونیت باشه، و هولوهوش میتونم بگم تیفش بین 450 تا 550. بعد اون یکی رو چی فرمودین؟ در مورد آپارتمان هم میخواستیم ببینیم؟ بله. آپارتمان هم خیلی بستگی به این که چقدر قدیمی باشه، چقدر جدید باشه. آپارتمان خیلی تیفش متفاوته. آیا خیلی خیلی مرکز شهر باشه، یه آپارتمان های اند وسط شهر مثلا توی 255 بی باشه با یه دونه اتاق کوچولو و یه دونه دن، قیمتش هولوهوش 450 هزار دلاره. ولی میتونه یه آپارتمانی باشه که استک باشه، توی بار هیون باشه، هولوهوش 350 هزار دلار باشه. یا خدمتتون عرض بکنم که یه آپارتمان توی منطقه خب خیلی خیلی نچندان خوب، شاید مثلا هولوهوش 200 هزار دلار باشه. خیلی تیفش توی پراکندگی قسمت مختلف شهر متفاوته. بله متشکرم. اگه اجازه داشته باشم دو تا سوال دیگه هم دارم از شما. من می‌خواستم ازتون خواهش کنم، من ایمیل خانم اکبری رو توی بعد از جلسه برای همه دوستان می‌فرستم. اگر سوالا خیلی شخصی تر و تخصصی تره اونجا مطرح کنین، چون الان ممکن از بحث اصلی که همین اچ پی آی هست یه ذره دور شیم. خیلی از دوستان دیگه هم سوال دارن. اگر هر کدوم از دوستان یک سوال مطرح کنن، باز در انتها اگر وقت باشه به همه سوالا پاسخ داده بشه، چون اینجوری من نگرانیم اینه که نرسیم اسلایدا رو مطرح خانم. بله، من در مورد همین توضیحاتی بود که اخیر دادن در مورد همین کاندو. آره، اگه لطف کنین آخر جلسه بپرسین ممنون میشم. بسیار خوب، من سب میکنم بعد. مرسی، ممنون. آقای طیاران شما بفرمایید سوالتون. خیلی ممنون خانم مرکز، متشکر از پرزنتیشنتون، بسیار مفید بود. یه سوالی که دارم راجع به این ترندی هست که فرمودین اوورتن، فکر کنم الان اسلایدش هم الان هست. این مثلا نشون میده از 2005 تا 2020 مثلا حدود 100% رفته روی قیمت خونه های خاص مثلا در کانادا. خب توی این 15 سال خونه کسی هم که خونش کاناداست، خونش 15 سال پیرتر شده دیگه. آیا این وقت ما میدونیم خونه نوساز معمولا قیمتش از خونه چه میدونم 15 ساله بیشتره؟ آیا این من میتونم این 100 مثلا این 100% افزایش قیمت رو روی خونه خودم که الان 15 سال از کجا هست توی این منطقه حساب کنم، یا یعنی اینکه باز اون یه محاسبات دیگه؟ نه نه میتونی. این یعنی میشه بگی که عملا خونه این همون خونه رو، این همون خونه‌ای که ژانویه 2005 این قیمت بوده رو داره مقایسه میکنه.
خیلی خوب. و میدونید که توی در واقع کانادا خونه اگر که فونداسیون خوبی داشته باشه، بیس خوبی داشته باشه، جای خوبی باشه، ارزشش پایین نمیاد وقتی که سال خورده میشه. به خاطر اینکه خونه اینجا سقف شینگلی که قابل عوض کردنه، کف هارد وودی که قابل عوض کردنه، فرنسه که میکنی میندازی دور یه فرنس دیگه میاری، ای سی که میکنی میندازی دور یکی دیگه میاری، کابینتا رو میتونی عوض بکنی، یعنی خیلی راحت میتونی خونه رو رینیو بکنی و یه جورایی تبدیل به خونه یه خونه نوش بکنی. به خاطر همین لزوما وقتی اینجا خونه سال خورده میشه قیمتش و ارزشش کم نمیشه، تازه اون منطقه مشهورتر و جذابتر هم میشه. بسیار عالی. و یه سوال دوم در رابطه با کاندو هست، فقط میخواستم به عنوان ابزرویشن خودم بگم بر اساس چیزایی که دیدم و دوستان، چیزی خیلی مهمه توی کاندومینیوم، خب این کاندوفیه که واقعا یک چیز، یه فاکتور بسیار مهمیه. این نو سازا من چیزی که دیدم اول با کاندوفیه پایین شروع میکنن، دو سال بعد یهو از $200 میرسه مثلا به $500-600، و این برمیگرده بحث این که آیا آدم بهتره توی تاون‌هاوس بره سرمایه گذاری کنه یا کاندو، وقتی که $600-700 تا حتی $1,000 شما کاندو می‌دی در ماه، خب واقعا تاثیر زیادی توی به خصوص مارکت اجاره خواهد داشت. برای دقیقا نکته بسیار عالی رو اشاره کردین. اون چیزی که در واقع جذابیت آپارتمان رو کم میکنه همینه که وقتی که سال خورده میشه کاندوفیش به شدت بالا میره و یه جورایی شاید مثل سینگل فامیلی و تاون هاوس نباشه که عمرش خیلی رو قیمتش تأثیر نداره. توی کاندومینیوم این قضیه رو داریم دقیقا. بله بله. سپاس گذارم. ممنون از نکته خوبتون. خب آقای راستین، احسان جان شما سوالتون رو بفرمایید، بعد آقای مددی دست بلند کرد. ممنون از برنامه خوبتون آکابه و خانم اکبری. صدای من سلامت باشید. من یه سوال داشتم، خواستم ببینم که تو تمام انواع خونه هایی که در واقع ما خرید میکنیم میتونی روش بازسازی انجام بدیم، چه کاندو، چه تاون هاوس، چه سینگل فامیلی، فرقی نمیکنه. اگر که کاندومینیوم باشه شما یه سری رستریکشنی دارین، حتی اگر که تاون هاوسی دارین که ما یه موردی اخیراً در واقع برای یکی از دوستان خریداری کردم، یه تاون هاوسی بود که تمام چیزاش با خودشون بود، فقط اون کاندوفی که میدادن بابت نگهداری از چمن و زدن برف بود و اون درایو در واقع اون خیابونایی که بین کاندوها وجود داشت. تنها یه هزینه $200 میدادن در ماه بابت این به منیجمنت کمپانی و نگهداری سقف و شیشه ها با خود اونرا بود. ولی توی همین ها هم اگر کسی میخواست دیواری توی خونش جابجا بکنه یا کاری انجام بده، باید میرفت از مدیریت اجازه میگرفت. در نتیجه وقتی شما فری هولد نباشی حتما یه مدیریتی بالای سر همه کار شما وجود داره، ولی اگر تاون هاستون یا در واقع هاستون فری هولد باشه، نه اینکه هر تغییر شما بتونید بدید بدون پیچ پرمیتی و اینا. الان آقای شاهرودیه که گوش منو میکشه. آقای شاهرودی چون تخصصشون در تغییراته که اگر کسی بخواد دیواری برداره، ستونی جا به جا بکنه توی خونه، حتما باید بیلدینگ پرمیت بگیرن. یه سری پرمیت هایی در واقع و یک سری استاندارد هایی رعایت بشه. بله. ولی اگر تغییرات مثلا جزئی باشه، تغییرات فاندامنتال نباشه، بله شما اجازه دارید که توی خونتون این تغییرات رو انجام بدید. بله. یه سوال دیگه کوچیک، به صرف اینه که من خونه قدیمی بخرم توش رینوویشن کنم یا اینکه خونه در واقع با سن کم خرید بشه؟ این خیلی بستگی داره که شما چقدر تبحر در این کار دارید. من خودم چون سابقه بازسازی داشتم اومدم و این اپروچ رو در پیش گرفتم، یه خونه ای که نیاز به بازسازی داشت، نیاز به ریمادلینگ داشت، گرفتم و از سقفش رو عوض کردم، کفش رو عوض کردم، زیرزمینش رو فینیش کردم، دیوار برداشتم، آشپزخونه رو پنجرهش رو بزرگ کردم، کلن کابینت ها رو ریختم روی یه سری کابینت جدید، بک اسپلاش جدید، کاشی ها جدید. اینو مثلا با توجه به سابقه ای که داشتم مدیریتش کردم و توی مدت خیلی کم از 8 صبح تا 8 شب وقت گذاشتم و تو 2 ماه جمعش کردم.
ولی اگر دستی بر آتش داشته باشید توصیه میکنم، ولی اگر که نداشته باشین و ممکنه برید توی کار بیسه مشکلات بر بخورید، یا مثلا از افرادی که وارد نیستن استفاده بکنین، یا مثلا گرون براتون تموم بشه، نه توصیه نمیکنم. خیلی باید کاست وایز و با درایت پیش برید. همینطور. ممنونم. اگه با درایت پیش برید کار قشنگ و جذابیه. بله منم همینجور فکر میکنم. ممنونم ازتون. مرسی. هامون جان شما بفهمید. آقای مددی سلام، خیلی ممنونم از وقتی که دادین. من می‌خواستم فقط یه سوال کوچیک داشتم، می‌خواستم بدونم خیلی ریالیستیکلی چجوری می‌بینید آینده مسکن و بعد کووید، چون من فکر می‌کنم که موج دوم بیکاری به خصوص یه چند ماه آینده برای شرکت‌ها شروع خواهد شد. می‌خواستم ببینم که آینده‌ش حالا چجوری می‌بینید با توجه به تجربه‌ای که دارید. البته خب این پاندمیک برای همه جدید بود، ولی حالا پیش بینی که میکنید. دقیقاً. یکی از دلایلی که من از این فرصت یه ماه استفاده کردم برای این کار این بود که همه اینو این سوال از من میپرسیدن، و واقعاً حتی با مدیرای ارشدمونم که ما هر هفته جلسه داریم، هیچ کس نمیدونه واقعاً چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط بهترین کار اینه که قشنگ در واقع بازار رو زیر نظر داشته باشیم و تغییرات رو ببینیم که به چه سمتی پیش میره. الان چیزی که داره اتفاق میفته و خب خیلی برای ما غیر منتظره بود، یعنی همه فکر میکردیم که ما یه رکودی داریم، و حتی مثلا فیلسوفر که بنیانگذار رویال لوپج در کانادا هست میگفتش که تقریبا 0 یا مثلا 1-2% رشد رو خواهیم داشت برای اتاوا، یا 3-4%، من دقیقا الان حضور ذهن ندارم، توی کانالم هست. من دیروز یک سینگل فامیلی در آلتاویستا، این خونه لیست شده بود 629,900، بگیم 630,000، ما میخواستیم وارد آفرش بشیم که حالا به یه دلایلی تصمیم گرفتیم که روی این آفر نذاریم، ولی چون در کورانش بودم این خونه 8 آفر دریافت کرد و بدون کاندیشن. شاید باورتون نشه، $767,000 فرم فروش رفت، یعنی $140,000 اوور اسکین، و اصلا ما مونده بودیم، اصلا خود ایجنت هم مونده بود. بعدش من به ایجنتش زنگ زدم گفتم چه خبره چی شده، گفت واقعا نمیارزید، ولی من نمیدونم خریدن ازم. خیلی جالب بود، واقعا نمیدونیم چی پیش خواهد اومد. اتاوا یه اوج خیلی شدیدی گرفته بود فوریه و مارچ، یعنی اگر اون میخواست ادامه پیدا بکنه قیمت ها سر به فلک میکشید. یه استاپ داد کووید بهش، یه ماه ما یه نفسی تقریبا کشیدیم، دوره الان این داستانه نشونه هاش هست که داره. حالا من هیچ وقت با یه دونه دیل، روی یک دونه دیل هیچ وقت قضاوت نمی کنم، یا مثلا وقتی میرم قیمت منطقه رو در میارم حداقل چند تا دیل رو، حداقل 3 تا دیل اخیر رو بعد تو قیمت گذاری مد نظر گرفت. ولی این چیزیه که من به چشم خودم دیدم دیشب اتفاق افتاد، ولی چه پیش خواهد آمد هو نوز، فقط باید کیپ ان آی آن د مارکت. خیلی ممنون، زنده باشید، موفق باشید. آقای بختیاری شما سوالتون رو بفرمایید. آیرزا جان من شما رو آن میوت باید بکنم، فکر کنم میوت هستین اگر که میخواین سوال کنیم. الان سلام هم دارین آقا؟ بله بله هستش. سلام، خسته نباشید. سلام، اسم خدمت شما و خانم اکبری، لطف کردیم با توضیحات. یه سوال داشتم اصلا من تو این که میخواستم بیدم علاوه بر اون 4-5% که فرمودین که حالا ایجنت میگیره، دیگه مثلا ایجنت میگیره، هزینه های دیگه ای که وقتی میخوایم خونه رو بفروشیم آیا داره نداره، اینو یه توضیح میشه لطفا در موردش بدین؟ ممنون میشم. وقتی میخوایم خونه رو بفروشیم، بله، شما باید بعد در کنار اون کمیسیونی که به بروکرجا میدین، شما در واقع یه هزینه وکیل هم دارین، و در کنار این شما دیگه لند ترانسفر تکس رو وقتی که خونه رو خریدین میدین، دیگه وقتی میفروشین اونو ندارین. مسئله دیگه اینه که در واقع مواجهتون با مالیات دیگه،
که اون خونه‌ای که گرفتین آیا مین رزیدنستون بوده؟ اگر مین رزیدنستون باشه اکسکلوژن، یعنی هیچ، هر چقدر مثلا خونه رو خریدی $200,000 فروختی $500,000 همش مال خودتونه چون مین رزیدنستون بوده. ولی اگر اون خونه رنتال بوده و اینوستمنت بوده، اون وقت اون در واقع میزان سودتون رو باید بیارین به عنوان درآمد سالتون کلیم بکنید. ممنون داد کردید. فقط میشه بفرمایید اون هزینه وکیل حدود چقدره؟ چون حالا احتمالاً دلیل نباشه. وکیل حدوداً برای یه خونه 400-500,000 دلار حول و حوش $2,000. بسیار ممنون. بسیار ممنون. خیلی لطف کردید. متشکرم بابت توضیح. زنده باشید. مرسی. خانم سمیرا شما آن میوت کنین خودتون رو بفرمایید. سلام خانم اکبری، مرسی بهتون. من حالا یکی از دوستان که در مورد بازسازی خونه قدیمی سوال پرسیدم، خواستم ببینم که به صورت اوریج یه خونه‌ای که 30 یا 40 سالش باشه آدم بخره و بخواد بازسازی بکنه و یه خونه خوب جدیدی که مثلا 5 6 سالش هستش، به صورت اوریج چقدر آدم باید برای بازسازی هزینه کنار بذاره که آدم بتونه مقایسه بکنه که کدوم به نفعشه که بخره؟ یه خونه جدیدی که مثلا شاید 300 400 مثلا 200 300000 تا گرانتره، یا خونه قدیمی که بخوایم بازسازیش بکنیم؟ خیلی خیلی سوال کلیه. حالا حداقل بهم بگین که حدود ابعاد خونه چقدره؟ یه خونه سینگل فامیلی دیتچد، حالا من خیلی اسکوئر فوت و اینا نمیدونم، ولی خب 150 متر زیر بنا. چند خواب و اینا؟ بخواب. یه خونه اوریج که توی اتاوا میشه پیدا کرد. خیلی بستگی داره چقدر خونه داغون باشه. آیا سقفش رو میخواید عوض بکنید؟ برای سقفش بین 7500 تا $10,000 بزنید کنار. آیا کفش رو میخواید هاردوود بکنید؟ برای کفش بین 5 تا $10,000 بزنید کنار. آیا میخواید فرنسش رو عوض بکنید؟ بین 3 تا $5,000 بزنید کنار. اگه ایسیش رو میخواید عوض بکنید، 3-4,000 دلار بزنید کنار. اگه میخواید آشپزخونه رو کابینت بکنید، از چقدر کابینتتون بزرگه؟ بین 5 تا $10,000 بذارین کنار. اگه کابینتتون رو میخواین بدین آقای راد، آقای مهران راد بسازه، $40,000 بذارین کنار. خیلی خیلی متفاوته که در واقع چقدر میخواید های اند تموم بکنید. یعنی حتی یه دونه کابینت میتونه برای شما $40,000 در بیاد، بهترین و زیباترین کابینت موجود، یا اینکه نبرید از آیکیا بخرید مثلا با $5,000-$6,000 جمعش بکنید. آیا میخواید سقف کانترتاپتون رو گرانیت بکنید، کوارتز بکنید، یا میخواید همین MDF بذارید؟ باز متفاوته. ولی من اگه بخوام مثلا بگم یه چیزی هلوهوشه برای یه خونه 2000 اسکوئر فیتی، بین باز عوض کردن سقف و کف و اینا، بین 70 تا 100 تا در نظر بگیرید. مرسی از اینکه این سوال کلی منو خیلی خوب جواب دادید. زنده باشید. خانم منا شما سوال دیگه ای دارید؟ ببخش بفهم. در مورد پنجره بگم که پنجره یکی از پرهزینه ترین خرجای خونه است که ممکنه تا $30,000 اگر بخواید پنجره ها رو عوض بکنید، ممکنه تا $20,000 براتون هزینه جدا داشته باشه. از بزرگ کردن پنجره هاست یا نه اصلا پنجره ها، چون پنجره ها اگر که خیلی سن ساختمون زیاد باشه، شما ممکنه مجبور بشید پنجره های قبلی رو بکنید، پنجره جدید بذارید، به خاطر اینکه در واقع آیزولیشن خوب داشته باشی، لوک خوبی داشته باشه، وقتی بارون میاد اینجوری چوبای بیرونش چیز نشه، هی هر سال مجبور نباشی رنگ کنی چوبای بیرونش رو. بخوای پنجره های قدیمی چوبی رو بکنی، پی وی سی بذاری، اون اصلا یه انادر استوری، 20 تا برش بزنی کن. مرسی، خیلی ممنون. بله آقای شکوری، من شما اسم منو بله میخواستم بپرسم شما سوال جدیدی دارین یا دستتون از قبل چون بالا بود؟ بله بله، من دو تا سوال دیگه داشتم که اگه خاطرتون باشه فرمودید آخر سر که همه سوالشون کردن. خواهش می‌کنم آخر جلسه بپرسین، نزدیک ساعت 8، چون الان 45 دقیقه دیگه ما فقط فرصت داریم و فکر کنم بیشتر از نصف اسلایدا باقی مونده. نه اسلایدامون تموم شده آقای کاوه. تموم شده؟ خب پس بفهم. بفهم. تموم کرده بودن پرزنتیشنشون رو. خانم اکبری ممنون از توضیحاتتون در مورد سوال قبلیم. دو تا سوال خیلی کوتاه دارم که هر دو رو با هم میپرسم که زیاد دوستان معطل نکنم. یکی این که در مورد اون
بحث به یه سمتی رفت که شما لطف کردید و توضیحات خیلی خوبی دادید در مورد انواع خونه ها و تفاوتی که با هم دارن. اون رو یونیت که شما فرمودید که به اصطلاح اند یونیت و به اصطلاح اون اتچ که بین یونیت ها قرار میگیره، مالکیت زمین، اولا میخواستم ببینم اصلا تأثیری دارین که مالکیت زمین مالکی باشه یا شیرد باشه یا نباشه روی اینکه خونه، در واقع اونجور که من برداشت کرده بودم این بود که قیمت خونه تو کانادا ربطی به قیمت زمین نداره، یعنی اینکه در واقع مثل ایران نیست که بگن زمینش انقدر، خود ملک انقدر، روی خود خونه یه قیمت میذارن که همون به اصطلاح فیکس هست. آیا اینکه مالکیت زمین مالکی باشه اصلا تأثیری داره روی خونه و قیمت خونه؟ و اینکه در مورد رو یونیت که شما فرمودید اند یونیت مثلا قیمتش بیشتره از اون اتش که وسط قرار گرفته، مالکیت زمین توی اون به چه شکله؟ یعنی اند یونیت مثلا شیر زمین با یونیت مجاورش به چه شکل اون؟ این سوال اولم بود. سوال دومم هم این هست که در مورد همین تاون هاوس ها که فرمودید دو نوع هستن، بعضیشون هستن که به اصطلاح کل کاندوفی اختصاص داره به چمنزنی و برفروبی و شیشه و نمیدونم روف و اینا، و بعضی هستن که من نه فقط کامن ایریا رو کاور میکنه، این تفاوت پرایس به چه حدی هست و اون اسوسییشنی که کنترل میکنه اینا رو چطوری میشه در واقع کار کرد و اونا رو مانیتور کرد؟ اگر شکایتی داشته باشی راجع به اون منیجمنت یا اسوسییشنی که کنترل میکنه این کاندومینیوم و کارهای کاندومینیوم و هزینه ها رو دریافت میکنه، اگر شکایتی داشته باشی به کجا میتونی مطرح کنی؟ من اول سال دوم بگم که فکر میکنم که در واقع اون کاندومینیوم یه منیجمنتی داره، یه بورد آف دایرکتورزی داره، و به نظر من اولین جا و بهترین جا همونه که به بورد مراجعه بکنیم. خب اگر شما خیر از بورد آهانگی با بوردم به نتیجه نرسیم باید وارد شکایت بشیم. یعنی این که در واقع اسمال پلین کورت منظورتونه؟ من خیلی تجربه در این زمینه ندارم، ولی پیشنهاد میکنم که با یه وکیل ریل استیت صحبت بکنه. وکیلی که کارش در زمینه ریل استیت باشه؟ من فکر کنم اولین در واقع بهترین کامنت رو ایشون بتونن بدن بهتون. در واقع یک مشکلی رو شما دارید در مورد اون ملکتون دیگه، درسته؟ در مورد نحوه مدیریت اون کاندومینیوم. بله درسته. از در واقع از نحوه عملکرد اون بورد راضی نیستیم. دقیقاً. حالا یا اینجا یه حقی ازتون اجحاف شده که قاعدتاً بعد این باشه دیگه. در واقع یه حق ثابت شده ای دارین که اون در واقع تامین نشده. بله، یا اصلا کلن منیجمنت امور مالی، مثلا فرض کنید شما گزارش دریافت نمی کنید و اصلا نمی دونید هزینه هایی که دادید کجا رفته، یعنی در واقع بازتاب اینی نداره. وظیفه بورد آف دایرکتورز اینه که در واقع شما رو به صورت رگولارلی آپدیت بکنن که این هزینه ها کجا انجام شده. اگر شما همچین هزینه های همچین گزارش دریافت نکنید خیلی عجیبه. بله خب در واقع مشکل همینجاست که پاسخگو نیستن. خب هر خرجی میخوام بکنن قبلش به شما میگن که آقا ما میخوایم مثلا میخوایم این آسفالت بین کاندوها رو درست بکنیم، میخوایم پنجره ها رو عوض بکنیم، میخوایم مثلا یه چیز جدیدی ایجاد بکنیم، همش باید با در واقع تعامل انجام بشه. بله، اگر همچین مورد استثنایی وجود داشته باشه که مثلا فرض کنید شما این گزارش دریافت نکنی یا اینکه گزارش که دریافت میکنی با واقعیت زیاد سازگاری نداشته باشه، شما در واقع باید از طریق کورت اقدام بکنی یا جای دیگه بکنی. من متاسفانه تجربهش رو ندارم، نمیتونم در این زمینه راهنماییتون بکنم، ولی توصیه میکنم اول با یه وکیل صحبت بکنی. بله، بعد در مورد اون یکی سوالم که در مورد مالکیت زمین فرمودین، وقتی که خونه سینگله شما مالک کل زمین هستین و خوبیش چیه؟ فرض میکنیم که ساختمون شما قدیمی شد، منطقه مچور شد و اجازه بازسازی و دیولاپمنت دادن. مثلا الان اتفاقی که داره میفته در منطقه وستبرو، اکثر خونه ها رفته بالای نزدیکای 100 سال و منطقه دوباره شروع کرده به رینوویشن و در واقع بعد از چند سال منطقه کاملا استحاله میشه و تبدیل به یک کامیونیتی جدید میشه. اینا اون کلی زمینای اونجا قیمت پیدا کرده، خونه ارزشی نداره، خونه کاملا باید حذف بشه، ولی تمام ارزش خونه به زمینشه. در واقع نمیشه گفتش که
اینجا زمین قیمتی نداره. زمین اتفاقا قیمت داره و وقتی که شما در واقع مالک زمین هستی میتونی هر تصمیمی با توجه به رعایت قوانین هر تصمیمی برای خونت بگیری. الان دارن توی وستبرو زمینا رو اجازه میدن که زمینایی که بزرگن از 50% به بالا هن، یعنی فرانتجشون 50 میتونن در واقع آرتو زونینگ اعلام کردن، میتونن دوتا کنن خونه هاشون، میتونن در واقع سمیدیتش بسازن، میتونن خونه رو خراب کنن سمیدیتش بسازن. الان اونجا خونه ها داره به ارزش زمینشون میره و خیلی هم بالاه. ولی وقتی که شما رو یونیتی یا فرقی نمی کنه اند یونیتی، شما مالک زمین هستی، یعنی توی چیز میزنه که مثلا زمین 25% 25 فرانتجش در 100 عمقش مال این خونه است. ولی شما نمیتونی هیچ وقت تصمیم بگیری تنهایی خونه تو خراب کنی بسازی. به چه دلیل؟ به این دلیل که فونداسیونتون مشترکه، دیواراتون مشترکه و در واقع یه جورایی مالکیت داری ولی محدود. و اینم که فرمودین خونه های اند یونیت معمولا فوتیج برشون بالاتره و ارزش بیشتری دارن. معمولا اگر رو یونیت ها مثلا اوریج 20 فیت باشه فرانتجشون، اند یونیت ها حوله هاش 25 فیت فرانتج دارن و در نتیجه زمین بزرگ تری دارن. خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. آیا در این زمینه ها رفرنس خاصی وجود داره که اگر بخوای این دیتیل مثلا بررسی کنی بتونی بهش مراجعه کنی، یا شما توصیه میکنی وبسایت یا رفرنسی؟ یعنی بخوای انواع خونه ها رو بشناسی؟ کلا قوانین مربوط به مثلا ساخت و ساز، مثلا فرض کنید اگر شما بخواید یه قسمتی از خونه رو مثلا پورچ خونه رو مثلا خراب کنی این همون رو بسازی، آیا پرمیت لازم داری نداری، مثلا توضیحاتی در این زمینه باشه. یه چیز خیلی خوب میتونم به تو معرفی بکنم، بعدا به هم ایمیل بزنیم. یه در واقع سایتی رو من فکر میکنم توی کانالم اگر باشین به عنوان جیو اوتاوا که گفتم تحت عنوان نقشه الکترونیکی شهر اوتاوا، شما به جیو اوتاوا که مراجعه بکنید آدرس ملکتونو که بزنید بسیاری اطلاعات راجع به اون ملک میتونید بگیرید. بعد میتونید زونینگ زمینتون رو در بیارید، بر اساس زونینگ مثلا فرض میکنید زونینگ شما آرتوه، بعد بر اساس زونینگ آرتو میری تو خود سیتی سرچ میکنی که زونینگ آرتو یعنی چی، بعد یه تیبل بزرگ برات میاره میگه زونینگ آرتو دیویژن های مختلف داره، اگر مثلا آرتو نمیدونم مثلا اف باشه، آرتو نمیدونم چی باشه، بعد میاد برات جدول داره به زیبایی اینا رو همه رو دیتیل کرده، گفته که مثلا اگر آرتو اف هستی شما اگر بخوای خونت رو بسازی مجددن باید از فرانت باید اینقدر فاصله بذاری، ست بک باید اینقدر فاصله بذاری، ساید بک باید اینقدر فاصله بذاری، اینقدر از درصد مساحت زمینت رو اجازه داری که ساختمون بسازی، حتی ارتفاعی که میتونی بالا بری رو برات مشخص کرده، به دیتیل دستورالعمل رو براتون مشخص کرده که خیلی خیلی اطلاعات خوبی میتونید بگیرید. و یه چیزی که من از واقعا کار کردن با شهرداری اینجا لذت میبرم برخلاف کارهای شهرداری ایران که من هر وقت میخواستم برم شهرداری عزا میگرفتم، اینجا که خب الان که دیگه کرونا اومده نمیتونی حضوری بری، ولی یه شماره هست که در واقع قسمت زونینگ بسیار زیبا زنگ میزنید، پیغام میذارین، تلفنتون رو میذارین و میگین من راجع به این ملک اطلاعات میخوام، حد اکثر تا یک روز آینده به شما زنگ میزنن میگن که خب چه اطلاعاتی میخواین، چه کمکی من میتونم بهتون بکنم، تمام اطلاعاتو بهتون میدن، بعد میگید که من میخوام مثلا پورچ خونمو این کار بکنم، مثلا برای یکی از دوستان میخواد یه توی بکیارد خیلی بزرگ داره میخواد یه سانروم اونجا در بیاره، من زنگ زدم براشون اطلاعات گرفتم و لینکشون کردم، گفتش که بله به خاطر ابعاد این زمین شما میتونی 25% زیربنا داشته باشی، با توجه به پارکینگی که ایشون دارن، با توجه به شدی که دارن، با توجه به زیربنایی که دارن، ایشون میتونن در این ابعاد یه سانروم هم استراکچرال اونجا ایجاد بکنن. حالا پرمیت لازم داره، شما به این شماره زنگ میزنی برای پرمیت اطلاعات کامل میگیری. به همین زیبایی و رله‌ای شما میتونی با شهرداری محل در تماس قرار بگیری و راهنمایی بگیری. خیلی متشکرم. پس فرمودید یه وبسایت جی ای او اوتاوا، جی او اوتاوا، جی او اوتاوا،
تو کانال من اگر باشین، کانال من کانال مسکن اتاوا، اتاوا ریل استیت، یا به صورت چیز ات ریل تور اتاوا، اگر بزنید تو کانال لینک چیزشو گذاشتم، لینک نقشه الکترونیکی شهر اتاوا، جیو اتاوا، ات ریل تور اتاوا، این تلگرام دیگه درسته؟ ات ریل تور اتاوا کانال مسکنم، بله کانال تلگرامیتونه، بله؟ بله عزیزم، بله. بعد این که فرمودید شهرداری اتاوا، هم همون به اساس شماره شهرداری اتاوا رو میگیری و میگی برای پرمیت میخوام سوال کنم که اون قسمت شهرداری رو من شماره شو میتونیم به من یه پیام بدین تو تلگرام، من شماره خیلی هم مفیده، یعنی من توصیه میکنم همه این شماره رو داشته باشن، بخاطر اینکه خیلی وقتا کار من رو تلفنی انجام دادن و مشکل رو حل کردن. من واقعا اپریشیت باید بکنم، چون من واقعا لذت میبرم با شهرداری اینجا کار کردن، چون خیلی ایران اذیت شدم. خیلی متشکرم، حتما بهتون پیام میدم. در خدمت ممنون. خانم هدا شما هم سوالتون رو بفرمایید. سلام، ممنون از صحبتاتون. من راجبه این پستینگای خونه هایی که اکسکلوسیو هستن سوال دارم، با اینکه برای فروشنده میتونه سود داشته باشه که آدمای بیشتری خونه رو ببینن و آفر بذارن، چه دلیلی داره که افراد خونه‌شون رو به صورت اکسکلوسیو میذارن برای فروش که توی MLS پست نمی‌کنن؟ اتفاقا این تعداد اکسکلوسیو ها دقیقا این سوالی بود که من از مدیر خودم پرسیدم، چون بعد از پندمیک مخصوصا تعدادش خیلی زیاد شد و جواب اینه که شاید دوست دارن که، یعنی حتی بعضی از ایجنت ها خونه ها رو اکسکلوسیو لیست میکنن، یعنی نمیذاشتن توی سایت MLS، لیست میکردن خونه رو، در واقع خونه ایجنت داشت ولی اکسکلوسیو میذاشتن. جوابشون این بود که میخواستن طیف افرادی که میان شوهین میگیرن همش تحت کنترل خودشون باشه و در تعامل مستقیم با ایجنت قرار بگیرن، ولی اینی که میفهمین اینه که بدون ایجنت اصلا لیست میکنن، درسته؟ موردی که من دیدم با ایجنت پست کردن، با ایجنت اکسکلوسیو، این از اون دست است که تعدادش هم خیلی زیاد شد. تقریبا میشه گفت همین یکی دو ماهه اخیر ما این همه اکسکلوسیو لیستینگ نداشتیم، توی دو ماهه اخیر اکسکلوسیو لیستینگ ها زیاد شد تعدادشون، که شما تو سایت ریلتور نمیدیدی ولی توی جاهای دیگه ای که حالا اگه مثلا میگم اگه یه ایجنت رویال لوپجی میومد اکسکلوسیو لیستینگ میکرد، مستقیم به خودمون ایمیل میزد که من این خونه رو لیست کردم، یا میومدن توی سایت هایی که مخصوص ایجنت ها بود میذاشتن، یا توی کانال در واقع گروه فیسبوکی که مخصوص ایجنت هاست میذاشتن. تعدادش خیلی زیاد شد و من در واقع جواب منو اینجور دادن که میخوان طیف بازدید کننده هاشون رو محدود بکنن به خاطر نگرانی های کووید، وگرنه گذاشتن توی MLS طیف بسیار وسیع تری رو جذب میکنه. دو تا سوال دیگه هم دارم. یکی این که خونه بانگلو لزومن خیلی گرونترین مدل خونه است نسبت به مثلا تو استوری در همون سطح، یا مثلا شاید بزرگتر؟ نه لزومن، نه. بانگلو یه طیف مصرف کننده خاصی داره، تو استوری ها رو بیشتر جوان ها میپسندن به خاطر اینکه فضای بیشتری بهتون میده، اتاقا بالای، حال پذیرایی بزرگ میتونه وسط خونه باشه، توی مین فلور باشه، ولی نه لزومن بانگلو نمیتونه گرون تر از، معمولا هم بانگلو ها قدیمی ترن، لزومن صرف بانگلو بودن یا تو استوری بودن دلیل بر گرون بودن ارزون بودن نمیتونه باشه. و یه سوال دیگه راجب سقف خونه است که چطور میفهمیم که مینتیننس لازم داره و آیا باید سالیانه کاری انجام بدیم برای سقف؟ برای سقف یه جورایی اگر که میتونید سقفتون رو ببینید، مثلا از پنجره ها میتونید ببینید، از بیرون خونه میتونید ببینید، سقف با شما حرف میزنه، وقتی که خراب میشه تاب ور میداره، پوسته پوسته میشه، ولی توصیه میکنم که هر چند سال یه بار یه اینسپکت بکنید اگر که دوست دارید، ولی خیلی مثلا لیک میکنه، پوسته پوسته میشه، اینا نشونه های اینه که این سقف نیاز داره که یه دستی به سر و گوشش بکشیم. مرسی خیلی. بعد دیگه چی پرسیدیم؟ بعد از سقف دیگه چی بود؟
همین. یه مسئله دیگه که در مورد سقف وجود داره اتیکه، که داخل اتیک به خاطر اینسولیشن در واقع بین سقف سیلینگی که شما میبینید و اون سقف شیروانیه یه فضای خالی وجود داره دیگه، درسته؟ بله. اونو بهش میگن اتیک. اتیک رو شما باید چند وقت یه بار یه بازرسی بشه، به خاطر اینکه در واقع باعث میشه که اگر که خوب نباشه اینسولیشنش، هدر رفت انرژی داریم، گرمایش و سرمایشتون هدر میره. در نتیجه خوبه که هر چند سال یه بار فیل بشه و اینسولیشن بهش اضافه بشه. هر از گاهی میان ارتفاع اینسولیشن رو برای شما اندازه گیری میکنن، فکر کنم کاسکو انجام میده، میان ارتفاع اینسولیشن رو اندازه میگیرن، از یه حدی به پایین تر میگن که بهتره که براتون فیل کنید اینسولیشن جدید که در واقع صرفه‌جویی بشه در مصرف هزینه های گرمایش سرمایشتون. آها، مرسی، خیلی ممنون. یه سوالم دوستان توی چت مطرح کردن، دو نفر از بهتر دوستان خواهش کرده بودن که راجع به پراپرتی تکس و نحوه محاسبش توضیحاتی اگر هست بفهم. در مورد پراپرتی تکس میتونم اگر که ایمیلشونو بدم من یه لینک براشون بفرستم که نحوه محاسبه رو نشون میده، ولی همینجوری سرانگشتی بخوام بگم خونه‌ای که حدوداً ارزشش مثلا 400 هزار دلاره حول و حوشن 3800 تا 4000 تا پراپرتی تکسش میشه که در واقع همه مالک ها باید به صورت سالانه پرداختش بکنن و این متفاوت با اون لند ترانسفر تکس. پراپرتی تکس وقتی شما مالک میشی باید به صورت حالا 6 ماهی بار یا ماهانه یا سالی یک بار پرداخت بکنی که معمولا 6 ماهی بار در واقع دو قسطش میکنن پراپرتی تکس رو، و لند ترانسفر تکس وقتی که یک باره فقط و برای وقتی که شما خونه رو میخری و در واقع باید اون تکس رو به دولت بدی بابت اینکه مالک زمین شدی. و اگر که اولین خونتون باشه در واقع 4000 دلار دولت بهتون سابسیدی میده، در واقع 4000 دلار انگار بونوس تخفیف بهتون میده که تا 4000، مثلا اگه شما یه خونه 6000 دلاری خریدید در واقع لند ترانسفر تکسش شد 5000 دلار، شما تا 4000 دلارش معافی، بقیه‌اش رو باید لند ترانسفر تکس پرداخت بکنید. در مورد پراپرتی تکس هم که اگر که باید یه لینکی براشون بفرستم که یه حالت معادله‌ای داره. خب بسیار عالی. دوست دیگه ای دست بلند نکردن در حال حاضر و سوالی هم توی چت نیستش. اگر دوستان هر کدوم سوالی دارن میتونن الان مطرح کنن، یا اگر شما خانم اکبری مطلبی هستش باقی مونده باشه. خواهش میکنم، فقط میخواستم تشکر بکنم از حضور همه دوستان و این آخرین اسلاید رو بگم که شرکت رویال لوپاژ در واقع یک شلتر فاندیشن داره که در واقع به عنوان وظیفه خودش که به قول کانادا یا giving back to the community یکی از بزرگترین فاندریزینگ ها رو انجام میده و تا به کنون 27 میلیون دلار برای کمک به در واقع سپورت کردن شلتر بانوان و خیلی مینلی هم سپورت کننده بانوان هست و در واقع دونیت میکنه و بسیاری از ایجنت های رویال لوپاژ درصدی از کمیسیونی رو که دریافت میکنن به این شلتر هدیه میکنن و این هم یکی از کارهای خوبی که این سازمان انجام میده. بعد اگر دوست داشتین منو فالو بکنین توی کانال تلگرامیم که هست ریال تور اتاوا، توی اینستاگرامم هم همون آمار ارقامو میذارم ریال تور اندرلاین اتاوا، توی فیسبوک هم به نام ریال تور فاصله اتاوا میتونید منو پیدا بکنید و در واقع سایت هم هست realtor-ottawa.ca. ایشالا یه روزی هم بشه رویال لوپاژ از پندم حمایت کنه. ایشالا اتفاقا حتما من حق میکنم. خیلی خیلی نایسم، خیلی نایسم. من فقط دو تا سوال دیگه الان مطرح شد. یکی از دوستان پرسیدن که در مورد اتاوا هاوسینگ هم اگر میشه توضیح بدین، خونه هایی که دولت ساپورت میکنه و اجاره کمتر هست به چه شکل هست؟
اینم اگه لطف کنین توضیح بدین، بعد آقای پیمان هم سوال دارن که بعدش میتونم. من متاسفانه راجع به اتاوا هاوزینگ اطلاعاتی ندارم، منظورشون هم متوجه نمیشم، یعنی که در واقع به افراد کم درآمد کمک میکنه که در واقع خونه های با اجاره کمتر دریافت بکنن. اتاوا هاوزینگ تا جایی که من میدونم مثل خونه های رنت کنترل هست که دولت نمیذاره رنتش از جایی از یه حدی بالاتر بره و خودش اون ما به تفاوتو به شکل سوبسید میده. و چجوری میشه اپلای کرد؟ برای خودم هم جالب شد. یه لیست خیلی بلند بالا داره و باید شما اون کرایتریا رو داشته باشین که بتونین شاملش بشین. پس خیلی شرط خاصیه. بله بله، شرط خیلی خاصه. بله بله. خب آقای پیمان شما سوالتون رو بفهم. با سلام، صدای من رو دارید؟ بله بله. لطف میکنید بفرمایید که مالیات در خرید ملک دوم چقدر متفاوت هست با مالیات در خرید ملک اول؟ و سوال دوم این که اون مبلغ 4000 دلاری رو که فرمودید تخفیف میدن برای خرید ملک اول، آیا شامل کسانی میشود که فقط در کانادا ملک اولشون رو میخرند، یا اگر کسی به فرض در ایران قبلا ملکی رو خریده اینجا دیگه شامل حال این 4000 دلار نخواهد شد و باید کل پول رو بپردازه؟ بله، من اول سال دومتون رو جواب میدم. میگن که آیا شما در کل کره زمین خونه ای داشتید یا خیر؟ اینو باید honestly جواب بدین و نمیرنم نگاه کنن که آیا سندی داشتی. حالا نمیدونم، شاید یه چیزی پیدا بکنن ازتون که قبلا خونه داشتین، نمیدونم، ولی در واقع وکیل شما از شما این سوال رو میپرسه و شما باید به وکیلتون این پاسخ رو بدی و بر اساس اون تعیین میشه که آیا شما برای 4000 دلار الیجیبل هستین یا خیر. در واقع قانونش عدم مالکیت ملک مسکونی، اینم مد نظر داشته باشید، ملک مسکونی در سراسر دنیا، این برای اون 4000 دلار. بعد در مورد مالیات خرید، مالیات در خرید ملک، این همون مربوط به لند ترانسفر تکس میشد یا نه؟ منظورم بجز ملک مسکونی هست که به فرض کسی یه ملک مسکونی خریده، برای سرمایه گذاری میاد ملک دومی رو میخره. بله. در موقع فروش آیا مالیاتی که میده ما مثل ملک اول هست؟ نه، این من سعودی بالا میده. بله بله. نه، شما وقتی که مین رزیدنست، اون خونه ای هستش که توش زندگی میکنید، آبش به نامتونه، برقش به نامتونه، همه چیش به نامتونه و توی اون خونه دارید زندگی میکنید، این میشه مین رزیدنس. شما وقتی اون رو بفروشید هر چقدر هم سود بکنید، یعنی در نظر میگیرن که خب بالاخره شما باید یه سرپناهی داشته باشید دیگه، اون خونه رو میدید دوباره یه خونه دیگه میخرید یا هر چی. مین رزیدنستون اگر بوده باشه از تکس معافه. ولی اگر خونه ای رو که اینوستمنت بوده و مستاجر داشتید بفروشید، اون میزان کپیتال گینی رو که دریافت میکنید بایستی جزء درآمد اون سالتون بیارید، مگر اینکه دوباره برید با اون پول اینوستمنت انجام بدید. اگر دوباره اینوستمنت باش انجام بدید قوانینش فرق میکنه. این اتفاقا یکی از تاپیکایی بود که به آقای کاوه پیشنهاد دادم که گفتم که یه روز انشالله با یه نفرم حسابدار بیاد و فکر میکنم خیلی ها این سوالا رو داشته باشن و میتونیم با هم دیگه به دیتیل جوابش بدیم. پس قطعا منظورتون اینه که کسی که کپیتال گینش به فرض ملکی رو خریده 500000 دلار، 5 سال بعد میفروشه 700000 دلار، 200000 دلار کپیتال گین داره. هنگام فروش ملک باید مالیات قابل توجهی بابت این کپیتال گین بپردازه به دولت. بله، اگر اینوستمنت بوده. بله. و درصدش رو نمیدونید چقدر هست دقیقا؟ درصدش بر اساس براکت تکسی خودتون تعیین میشه. اون درآمد معمولیتون، درآمد ایمپلویمنتتون یا درآمدهای دیگه‌تون چیه؟ این رو هم به علاوه اون میشه و مطمئنا براکتتون رو جابجا میکنه دیگه. تو هر براکتی که قرار گرفتید بر اساس اون در واقع تکسشو پرداخت میکنه. در همون سال منظورتونه، سال مالی؟ دقیقا. بله، متشکرم. خواهش میکنم، موفق باشید. خب یه سوال دیگه هم بود راجع به این تغییرات جدیدی که CMHC گذاشته برای الیجیبیلیتی واسه مورتگیج.
اینم دوستان پرسیده بودن که در مورد تغییرات الیجیبیلیتی اخیر وام هم اگه مختصراً و تاثیر آن بر تقاضا و بازار توضیح بفرمایید خیلی خوب. اینو من اتفاقاً بعد نیستش که باز یکی یه جلسه را حتی کوتاه هم شده نیم ساعته یک ساعته با یه نفری که متخصص مورگیجه در واقع برگزار بکنیم هر جوری که شما صلاح بدونه ریکاوه. این من توی یکی از پستام آوردم که این روی 13% از متقاضیان تأثیر میذاره، یعنی 13% از متقاضیان توی این کتگوری های ریسک برای سی ام اچ سی قرار داشتن و اون 13% سخت‌تر میتونن وام بگیرن. ممکنه که یه تأثیراتی روی دیمند مسکن داشته باشه، ولی فقط گوشه ذهنتون داشته باشین که 13% این قرار نیست که روی 100% افراد تأثیر گذار باشه. و این 13% هم اگر حواسشون باشه کردیتشون رو خوب نگه دارن و از جاهای مختلف کردیت نداشته باشن. خدمتون عرض بکنم که یه سری پریکاشن ها هستش که میتونه به اونا کمک بکنه که تو محدوده الیجیبیلیتی بهتر قرار بگیرن، ولی به هر حال روی 13% تأثیر میگذاره. ولی که چه پیشبینی میشه کرد، یعنی نمیتونم من الان پیشبینی بکنم که چه اتفاقی میفته، آیا خیلی تأثیرات شگرفی روی بازار میذاره یا نه. فعلا باید یکم صبور بود ببینیم توی یکی دو ماه آینده چه تغییری اتفاق میفته. بسیار عالی، ممنون از لطفتون. احسان هم سوال داره، یه سوال دیگه. احسان جان بفهم. عذر میخوام، اگر قبلا ما صاحب خونه بوده باشیم و فروخته باشیم، موقع خرید تو خرید خونه تو کانادا جای دیگه به ناممون نباشه، بازم فرست تایم بایر حساب میشیم یا نه؟ از نظر قانون میگه هیچ زمانی در هیچ جای کره زمین هیچ زمانی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی. دیگه دوستان سوالی اینجا تو قسمت چت که نیست. خانم مونا شما، من متوجه نشدم موردی که نوشته بودین، اگر که لطف کنین، چون نوشتین پاسخ خیلی طولانی بود نمیتونین تایپش کنین. میشه توضیح بدین؟ بعد ببخشید من اشتباه اینو برای همه فرستادم، ولی حالا میگم چون مطرح شده. یکی از خانوما اینجا از من پرایویتری سوال کرده بودن که اون مطلبی که من از خانم اکبری سوال کردم در زمینه رنت خونه اگر شورت ترم باشه آیا به صرفه است یا نه، و خانم اکبری توضیحات مبسوطی لطف کردن دادن که من جواب داده بودم که نوشتنش یه مقداری طولانیه، ولی هنوز چون تا ساعت 8:20 دقیقه وقت هست خودشون سوال کنن، ولی اشتباها مثل که برای اوریوان ارسال کردم. حالا اینجا دوباره اینو مطرح میکنم اگر لطف کنن جواب این خانم عزیزم بفرمایید. البته اگر پاسخ داده بودن، امشب که ویدیو ارسال میشه برای همه دوستان میتونن اونجا هم ببینن. من میخواستم خواهش کنم اول آقای پیمان سوالشون رو بپرسن چون دستشون چند وقت بالاست، بعد خانم اکبری دوباره راجع به شورت ترم هم صحبت کنم. میتونم من بپرسم؟ خواهش میکنم بفرم. ببخشید آکاوه، من در مورد اون شماره تلفنی که خانم اکبری فرمودند در مورد جیو اتاوا، اگر امکانش هست این رو به اشتراک بگذارن که همه دسترسی داشته باشه. من لینکش رو تو قسمت چت براتون گذاشتم. من ندیدم. الان دوباره میذارم. بعد اطلاعات خانم اکبری هم امشب براتون ارسال میکنم. میتونین باشون در تماس باشید. لطف میکنید. متشکرم. ممنونم. میفرستم براتون. منم الان مجددا دوباره. البته من سایت شهرداری اتاوا رو فرستادم که جیو اتاوا هست. ولی اگر اطلاعات خاصی تری میخواین خانم اکبری حتما براتون. شماره ای که گفتم که وقتی زنگ میزنین شماره و پیامتون رو میگذارین، طرف یک روز بهتون زنگ میزنن و راجع به اون اطلاعات مبسوطی بهتون میدن. یکی از دوستان ایرانی هم تو قسمت زونینگ شهرداری هستن، حالا بعدن اگر خودشون خواستن اسمشون بگن. والا اینا یه ذره محرمانه گفتن باشه، ولی بعدن باشون دارم صحبت میکنم که اگر باشه یه سمیناری بذارن برای دوستان توضیح بدن، خودشون اگه خواستن اطلاعاتشون رو بدن. بعد تو قسمت زونینگ یه قسمت یه دوست ایرانی داریم، تو قسمت نقشه برداری شهرداری ایرانی داریم. به به، باعث افتخاره. کل پروسه رو میتونیم با دوستان ایرانی الان از اول تا آخر انجام کار ساخت و ساز.
من که کیف میکنم، لذت میبرم از ساخت ساز. بسیار عالی. من دیگه نمیبینم دست دوستان بالا باشه. تو قسمت چت هم اگر اجازه بدید ببینم. نه، تو چت هم دیگه سوال دیگه نیست. اگر مطلب دیگه ای نیستش که تکمیل کنین، میخواستم تشکر کنم ازتون، از همه دوستانی که شرکت کردن و از شما. من تا حدوداً یه 2 ساعت دیگه فکر کنم فایل ویدیویش آماده باشه رو وبسایت و برای همه دوستانی که ثبت نام کرده بودن ایمیلش خواهد رفت. اگرم که دوستان ثبت نام نکردن و فقط از طریق لینک وارد شدن، میتونن به سایت پند مراجعه کنن، pandsettlement.ca. یه قسمتی هست به اسم میدیا که توی قسمت سال 2020 این سلاید ها و ویدیو این برنامه اونجا آپدیت خواهد. بسیار عالی. ممنونم از زحمات همیشگیتون و پشتیبانیتون. خواهش میکنم. ممنون از شما. انشالله که همه دوستان شب خیلی خوبی داشته باشن و به زودی بشه حضوری خدمت همه دوستان باشه. انشالله. موفق باشید. خدا نگهدار. شبتون بخیر. شب بخیر. خدا نگهدار. خدا.